درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز حاضرین در جلسه و همینطور سلام ویژه عرض کنم خدمت همه میهنان عزیز که در سراسر کره خاکی ما رو از طریق کانال یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون به صورت لایو دنبال میکنن. امروز 24 اکتبر 2022 و برابر با 2 آبان 1401 از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم با جلسه هماندیشی ویژه‌ای به همت نمایندگی منطقه جنوب آلمان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق اعتراض، زن، زندگی، آزادی. امروز میهمان بسیار ارجمندی هم در خدمتشون خواهیم بود، خانم ماه‌منیر رحیمی، فعال حقوق زنان و همچنین نویسنده و روزنامه نگار. در ابتدا من از ایشون تقاضا میکنم که صحبتهای ابتدایی رو آغاز بفرمایند و سپس با هماندیشی دوستان جلسه رو پیش میبریم. خانم رحیمی بفرمایید. درود بر شما و همه دوستان در این کانون بسیار محترم دفاع از حقوق بشر. درود بر خواهران و برادرانم، خانم و آقایون، هر جای دنیا که هستید الان صدای منو میشنوید یا بعدها. بله، من ماه منیر رحیمی هستم از 1373 خورشیدی در ایران، در اروپا، انگلستان و امریکا روزنامه نگار بودم، اما 3 سال هست که روزنامه نگار مستقل محسوب میشم چون با هیچ رسانه‌ای در حال حاضر، یعنی از 2019 تا کنون، قراردادی ندارم. بنابراین خود رو یک روزنامه نگار مستقل مینامم. این 2 سال اخیرم که بیشترین فعالیت لایوم زنده کارهای برنامه هم در کلاب هاوس بوده، اما در سوشال میدیا هم می نویسم و هم هر آنچه که بتونم به اندازه یک صدا، یک شهروند می کوشم. صدای به خصوص طی این 40 روزه صدای فرزندانم در ایران، خواهران و برادرانم در ایران رو اینجا اکو کنم. از من هم مثل بسیاری از دیگران خواسته شد که راجع به زن، زندگی، آزادی وقتی که صحبت کنم، هر جا صحبه های متفاوتی داشتم، اینها من تکیه کردم بیشتر بر عنوانش، عنوان این جنبش، خیزش، انقلاب، قیام، هر آنچه بنامیمش. حتی اون اوایل ادهی شورش نامیدندش. شورش معمولا به طور نهفته یک بار منفی داره که خواستن به شکل نامحسوسی گفته بشه که خب شورشی است علیه نظم تثبیت شده در از جامعه ایران شروع شد، ولی حالا به جاهای دیگه هم کشیده شد. اما بهترین عنوانش همون جنبش، خیزش، خروش، قیام، انقلاب، هر چی که بگیم، اما عنوانش به هر حال مهمه: زن، زندگی، آزادی. و این محتوا رو ما نمیتونیم هیچ هویتی رو بدون نامش بنامیم یا نامش رو به چیز دیگری تبدیل کنیم، تغییر بدیم. ماه‌منیر رحیمی، ماه‌منیر رحیمیه با همون شناسه و شناسنامه‌ای که داشته و شناخته شده و کارنامه‌ای داره و پیشینه‌ای داره و پیشه‌ای داره و هویتی داره. این هویت اگر اسمش بشه مثلا فرض بکنید فرزانه رحیمی، یکی دیگه است. اسم دختر منه ولی یکی دیگه است. برای همین من تکیه رو میخوام بذارم بر عنوان زن، زندگی، آزادی. حالا نمیدونم من ادامه بدم عزیزان مدیر برنامه یا اینکه ابتدای برنامه من ادامه بدم. چند نکته دیگری دارم و یادداشتی که همین امروز نوشتم به نام مرثیه‌ای برای دل مادر نیکا. اگر که من صحبتم رو ادامه بدم یا فقط این یک مقدمه‌ای برای ورود صحبت بود، منو راهنمایی کنید لطفا. خانم رحیم شما بفرمایید، صحبت های مقدماتی رو انجام بدید و
بعد از دوستان که نظر خواستن یا سوال داشتن من بهتون اطلاع میدم. بفرمایید. بله، بعدش من استقبال میکنم از هر نقد و نظر و پرسشی. بله، عرض به حضورتون که ببینید، زن زندگی آزادی، ما راجع به زندگی و آزادی به طور کلی میتونیم صحبت بکنیم. زندگی چرا این لغت، من در نهایت برمیگردم به مفهوم کانسپت اولی، کلمه کلیدی اولی که زن باشه، اما اول زندگی و آزادی رو یه نگاه فقط اجمالی و گذرا انجام میدیم. زندگی اعتراضی مطلقاً اعتراضی بود، اعتراض انباشته طی این 40 و چند سال که مرگ سرایی و شهید پروری و اعدام و قصاص و جنگ و هر نوع سرکوبی زندگی بود. زندگی اولین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. حقوق بشر، حق حیات روی این کره زمین، هر جاش که هستیم، به هر زبان و جنس و قوم و رنگ و هر شکلی که هستیم، حق حیات داریم. به محضی که دنیا آمدیم حق حیات داریم. بنابراین مشخصه وقتی میگیم زندگی، این زندگی در این ابتدا یک شعار بود ولی بعد شده یک دیسکورس، یک گفتمان جهانگیر و عالمگیر. منظور از زندگی چی هست؟ و زندگی همین زمین ها، زندگی سکولار، زندگی روی زمین، سوای هر چه نسبت به که به جهان آخرت، اون دنیا بعد از مرگ، هر چه که ما غیر از یا سوای یا کنار یا علاوه بر زندگی زمینی، هر چه ما باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون جای خود. این زندگی در این شعار، این لغت محوری این شعار و این گفتمان، زندگی است که شامل هر نوع بشر هست و البته بیش از بشر که زمین باشه و سکولار باشه و مدیریت زمینی باشه. بنابراین این نخستین بند اعلامیه جهانی حقوق بشر. آزادی هم که فریادش از یعنی در تمام تالارهای تاریخ پیچیده دیگه، و اگر آزادی داشته باشیم که فریاد نمیزنیم آزادی، فقط کسی آزادی رو میطلبه و فریاد میزنه و میکوشه و که در قفس باشه دیگه، ها، در بندی هست. حالا اون بند از نمادهای بیرونیش در مورد زنان ایران، تنها کشوری که روی کره زمین، تنها کشوری که به طور رسمی و دولت رسمی حجاب اجباری شد، حتی عربستان سعودی من خودم هم رفتم، جده حجاب اجباری نیست، فقط مکه و مدینه، اونم به حرمت اون شهرهایی که برای عده زیادی مقدس هست، اجباریه. یعنی در رقابت با ایران زیر رژیم جمهوری اسلامی، فقط ایرانه که 40 و چند سال حجاب رو اجباری کرده، و بعد البته رقیبشون طالبان هم که خب حکومت رسمی هنوز هم شمرده نمیشن از نظر کشورهای بین المللی. بر روی این تنها کشور که به شکل رسمی دولتی قانونی حجاب رو اجباری کرده، یکی از آزادی خواهی ها همین آزادی پوشش، یکیش، و نه فقط یا بگیم فقط همینه یا به همین تمام میشه یا محدود میشه، بسی بیشتره. آزادی بسیار از آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی، بیانی، رسانه‌ای، هر نوع که بگیم آزادی وجود داره. بنابراین در مورد شعار یا گفتمان زن زندگی آزادی، ما یادمون هست که از معروفترین شعارها، شعارهای انقلاب فرانسه بود که میگفتند عدالت، آزادی و برادری. برادری اونجا به معنای همون بنی آدم اعضای یک پیکرند بود، اعضای یک خانواده هستیم، پس با هم مهربان باشیم، پس با هم حقمون رو هرچی که داریم به شکل برابر و عادلانه تقسیم بکنیم. و آزادی هم که عرض کردم نزد همگان معرف حضور همه هست که منظور از آزادی چه هست. منظور از آزادی تمام عرصه های از سیاست گرفته تا فرد و بدن و
نوع گرایش فکری یا جنسی یا هر نوع که بگیم آزادی 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 کجا محدود میشه؟ زمانی که من حق کسی دیگر رو بخوام محدود کنم یا سرکوب کنم یا بستانم. یعنی من آزادم تا جایی که آزادی دیگری را خراب نکنم یا حق دیگری را خراب نکنم، زایل نکنم، محدود نکنم. حالا برگردیم بنابراین من میخواستم گذرا از زندگی و آزادی بگم که ناگفته نماند، اما برمیگردیم به کلیدی ترین لغت این شعار که تفاوتش و اتفاقا عمده شاه کلید تفاوتش با شعارهای حتی شعار پیشروی انقلاب فرانسه که اونجا برادری بود، اینجا زن هست و این لغت اومده ابتدای این گفتمان زن زندگی آزادی. خب این شعار باز همه میدونیم که فقط برای ریویوی که یه مروری یه نگاه اجمالی گذرایی که از کردستان شروع شد، کردستان ترکیه‌ای که میدونیم به لحاظ اقلیمی، جغرافیایی، آب و هوایی چقدر خشنه، چقدر سخت، سر کوهستان سختی، دشواری های زیستی زیادی داره و اونجا که زن از لحاظ های گوناگون تحت بگم ستم، تبعیض، هر نوع که بخوایم بگیم، سختی های حتی طبیعی و اینها بوده، علاوه بر همه سختی هایی که مردها همه جماعت میکشن، زنها بیش و در لایه های عمیق تری هم این تبعیض ها و سختی ها رو میکشیدن. خب از کردستان ترکیه بعد به کجا میرسه این صدای زن زندگی آزادی که البته در به کردی که ژنجیان آزادی هست، میرسه به زنان ایزدی که تحت سلطه و ستم داعش قرار گرفتن، یعنی شقی ترین مردهای ضد زن که حالا اسلامیست مینامیمشون، حتی نمیتونیم مسلمون بنامیم به خاطر که مسلمون لزوما انقدر شقی و بیرحم و جانی و لزوما همه مسلمان ها چنین نیستن. بنابراین من اسلامیست، چنان که در غرب هم اسلامیست ها با مسلما فرق میکنن، یعنی تفکیک قائل شدن، دو دسته قرارشون دادن. اسلامیست اونهایی هستن که اسلام سیاسی رو میخوان حاکم کنن. بنابراین این ژنجیان آزادی به زنانی که یه جوری به انگار که غنیمت جنگی کنیزها و برده های داعش شده بودن کشیده شد و البته که این جرقه بر خرمن انبوه تبعیض ها طی این 40 چند ساله تا تهران آمد و این زیباییش به این خاطر هست که برای اولین بار شاهد چرخش مفهوم داخل گیوم غیرت و ناموس میشیم. یک هژمونی گفتاری، یک فهم، یک رنوسانس، آنسانس با قول فرانسوی ها، نوزایی جدید هست برای فهمیدن خیلی از کانسپت ها. غیرت، آنر، یا نمیدونم هر آنچه که کشورهای دیگه به زبانهای دیگه، اونوق فرانسه و کشورهای دیگه، هر که به نسبت اون جغرافیا و تاریخ و پیشینه فرهنگی و فکری خودش از غیرت درکی داره. ولی اغلب ما شاهد بودیم که به شکل تبلیغ هم چه کتابای مدرسه و معلما و امور تربیتی ها و داخل گیوم تربیتی پرورشی ها و اولیا و صدا و سیما و مساجد و در و دیوار نویسی که خلاصه حجاب مسئولیت است و نه محدودیت. در صورتی که I'm sorry. اینجا رو من گذاشته بودم که غافل نشم، یه لحظه من اینا رو ببندم که اوکی. گذاشته بودم که غافل نشم از این جلسه، منتها بذارم با تأخیر ساعت رو گذاشته بودم. داشتم میگفتم که غیرت متحول شد، مفهوم یا درک غیرت. تا کنون ما من آمار ندارم، ولی این همه قتل ناموسی که میدیدیم، این همه سرکوب دختران که میدیدیم، این همه علیه زن و پوشاندن بدن زن، تن زن، آواز زن، صدای زن، حق زن، تم حق اگر بخواهید میگم صد و خورده‌ای فقط
حق قانونی در قوانین جاری حتی اکنون ایران هست که تبعیض آمیزه. بنابراین علیه همه اینها خروشی، خیزشی ناگهان برخاست، این جرقه افتاد و روشن شد، گر گرفت. از کردستان رسیدیم به اینجا. غیرت عوض شد جایی که برادر سیلی میزنه به صورت خواهر که خودتو بپوشون، چادرتو درست کن، روسریتو درست بکش پایین، نمیدونم ماتیک نزن، نمیدونم صداتو بلند نکن، نمیدونم مرد نامحرم فلان، تق تق پاشنت فلان. یعنی کم نیست خردریزهای فرهنگی که اجمالاً چنین متاسفانه ضد فرهنگی رو برای ما مردان و زنان هر دومون ساخته. در نتیجه غیرت اینجا تبدیل میشه به وقتی که دخترها میان بیرون، دختر بچه های مدرسه تا دانشگاه میان بیرون بعد از کشته شدن ژینا، دخترها یا از جنس دخترها میان بیرون، پشتیبان دخترها میشن. غیرت اینجا دقیقا معنی خودش رو پیدا میکنه. غیرت یعنی پشتیبانی از آنچه من دوست میدارم و آنچه من ناموس میپندارم. اگر ناموس من هست باید ازش مواظبت پشتیبانی کنم، از حقش پشتیبانی کنم، نه محدودش بکنم. اینجا به طور اجمالی دوباره بر من ممکن هست عده خورده بگیرن که چرا اصلا این کلمات رو به زبون میارم. این کلمات رو به زبون میارم چون همچنان در ایران هست، همچنان در اون سرزمین ها این واژه ها هنوز دارن خیلی کارا میکنن. به زن میگفته، به مردی که زنش کمی کم حجاب باشه میگفتن مرد به غیرت فلان، نمیدونم برای تحریک اونها همچنان از این کلمات استفاده میکنن، یا مثلا ناموست فلان بساره. حتی هنوز من انقدر حرف ها هست وقتی که باز بشه حرف تو حرف میاد، ناسزاهایی که همکنون همچنان جاری هست که اونجا وقتی که یک مرد یا زنی، فرق نمیکنه، گشت ارشاد زن هم داشتیم، من میگم حتی فحش رو از دختر بچه های مدرسه ایران یاد گرفتیم که بیشرف، بیشرافت سر میدن یا هو میکنن که شرمسار بکنن اینها. بیشرف ها رو وقتی که هنوز مادر فلان و خواهر فلان و کاملا فحش های جنسیتی میگن، اون وقت سینه آدم میسوزه که واو. حتی در جنبش زن زندگی آزادی وقتی میخواییم سرکوبگران زن زندگی آزادی رو به سزا فحش بدیم، یعنی سزاشون بیشرافتی هست، ناسزا نیست، ناروا نیست، واقعا بیشرافت هستند، شرافت ندارند، باز به مادرشون، به خواهرشون، به اینها ناسزا میگیم. عرض به حضورتون که من اجازه میخوام قبل از اینکه دور بشیم، بنابراین من تمام حرفم این بود که از عنوان این گفتمان غافل نشیم، حتی از عنوانش، به خاطری که وقتی که هویتش رو یادمون بره، اسمش رو، شرار آقای فلانی، خانم فلانی، دختر فلانی، آقا، پسر، هر مثلا این میز، صندلی، همه اینها هویتی دارن و اسمی دارن، به شناسنامش بنامیمش، و اگر این شناسنامه نبود به هیچ وجه چنین جهانی نمیشد. اینها رو من چندین مصاحبه به بیانها و شکلهای دیگه ولی همین مفهوم رو گفته بودم و از قضا خوشحالم، خوشحالم که یک فیلسوفی هم، فیلسوف امریکایی هم دیدم که دقیقا راجع به این زن زندگی آزادی و تفاوتش و پیشرو بودن، این همه پیشرو بودنش با شعار عدالت آزادی برادری فرانسه هم مقایسش کرده بود، که خب البته که قرنی ازش گذشته، اما همچنان شگفتی این شعار این هستش، میتونم بگم شگفتی و شکوهش، که از مهدی که الان این شعار برخواسته، از اون سرزمینی که برخواسته بلند شده، در واکنش به 40 و چند سال انواع تبعیض عمدتاً علیه زن، به چندگانه علیه زن و البته مردان و زنان به شکلهای مختلف، ولی همونطور که عرض کردم 100 و چند بند قانون رسمی که همه جاری علیه زن وجود داره. برای اون زن در ابتدای این عنوان که من همچنان هر
بعد از هر چند جمله میخوام دوباره دوست دارم تکرارش بکنم، زن زندگی آزادی نماد برابری جنسیتی هم اینجا هست، فقط علیه حجاب نیست، فقط علیه اون قوانین نیست، فقط علیه اینها نیست. ببینید مجسمه آزادی امریکا رو همه یادمون هست دیگه، میشناسید، مثلا نماد آزادی در هنر، آثار هنری، نقاشی ها، زن، زندگی، زیبایی، زایش، زمین، تمام اینها زن بوده. و آزادی به خاطر که مجسمه آزادی یک زنه با مشعلی در دست برای روشنگری، روشنبینی، روشن دیدن، گردش، یک جور گردش سنت هست به نفع گسستن هر قید و بند جنسیتی. برای همین مجسمه آزادی یک زنه، یک زن قامت افراشته، جستن از هر بندی، از هر قیدی، از هر زنجیری. زن راز بقا و زندگی و زمین و شکفتن و زایش و حتی همه اینا هست دیگه. بنابراین این لغت وقتی که به اون زندگی و آزادی میرسه کنارش میشینه، نه فقط اون برادری به معنای برادری مطلقاً باز جنس مرد رو در نظر داره میگه، هرچند بگیم معناش همون اعضای یک پیکرند هستش، اما در لغت هم، در واژه هم، شعار ما، شعار زیبای سرزمین ما، زن زندگی آزادی تلطیف شده. برای اینکه این زن علاوه بر همه اون اعضای خانوادگی، کانون و زایش و خانواده و اینها، مهربانی، نماد مهربانی هم هست، نماد مام میهن هم هست، نماد تمام مهری که موجب میشه من زن بتونم 9 ماه بارداری رو تحمل کنم، درد زایمان رو بکشم و تا عمر دارم دلواپس جان فرزندم باشم، تغذیهش کنم، همون ابتدا از شیره جانم تا همیشه. هممون مادرهایی داریم، میدونیم که 80 سالمون هم بشه اگه مادرمون زنده باشه. من واقعا در 50 سالگی مادرم از دست دادم، همچنان مامانم دلش شوره، حتی قضامو میزد از اون بر دنیا. غذای ایرانی پختی؟ خوردی؟ چی پختی؟ خوردی؟ عذبی؟ تمام اینها. هر جا دارم از زمان میگذرم به هم یادآور بشین لطفاً. یه یادداشت دارم به نام مرثیه‌ای برای دل نیکا، هر موقع فرصت باشه دلم میخواد بر اولین بار برای شما بخونم. همین امروز صبح نوشتم. بسیار هم عالی خانم رحیمی عزیز. البته من صحبتتون خیلی ایرا بود واقعاً. من یک نکته رو می‌خواستم ابتدا عرض کنم، بعد بریم دوستان رو بشنویم. شما در ابتدای صحبتتون در مورد حق حیات صحبت کردین و من می‌خوام در کنار اون یک موضوع دیگه، یعنی موازی همان که موضوع امروز اونم هست، حق اعتراض. می‌بینید حق حیات، انسان همونقدر حق حیات داره به همون میزان حق اعتراض داره. اعتراضاتی که امروز، حالا اعتراض که تو مرحله انقلابه، اون اوایل که اعتراض بود، نه فقط مختص این 40 سال که من فکر کنم زنان ایران حداقل قرن هاست که تحت ستم، تبعیض، نادیده گرفته شدن، حقوقشون پایمال شده فلان. ببینید این قرن ها نادیده گرفته شدن و تحت ستم بودن یک جایی باید تموم میشد و امیدوارم که تموم بشه، یعنی از ایران شروع بشه. و زنان خیلی از کشورها هستن، حالا تو غرب، تو کشورهای توسعه یافته کمی بهتر شده اوضاعشون، ولی همچنان به نظر من کامل نیست. امیدوارم روزی برسه که زنان همه دنیا، یعنی نیمی از دنیا زنان هستن و اینها باید باشن، باید در کنار مردان تصمیم گیرنده باشن، جریان ساز باشن. بنابراین این حق اعتراض رو هم محفوظ میدونم. من خودم شخصا مثل یک حق زندگی کردن دیگه، من میتونم اعتراض کنم، شما میتونی اعتراض کنی. در صورت خواستم اینو عنوان کنم
دوستان زیادی دست بلند کردن برای صحبت. اول آقای لطفی رو میشنویم و سپس دوستان دیگه. آقای لطفی بفرمایید. درود بر همگی، عصرتون بخیر. امیدوارم که خوش و سلامت باشید و به امید پیروزی. سوال من از سرکار خانم رحیمی عزیز اینه که به نوعی برداشت فکر میکنم سو شده از شعار زن زندگی آزادی مبنی بر فمینیستی بودن این قضیه، که اومدن یک سریا در کنار این شعار زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی رو گذاشتن که به نوعی بیان پوشش بدن که نه، این بحث فمینیستی نیست و بحث انقلاب زنان نیست، و به خاطر اینکه باز اینجا بکوبونن به نظر من این مسئله جنسیت زن رو در مقابل مرد. نظرشون رو در مورد این مسئله میخواستم بدونم. ممنون از شما. در مورد این افزودن منظورتون هست، افزودن ابتدای مرد میهن آبادی. ببینید، مرد میهن آبادی که خب امر تازه نیست، همه جا تصور تاریخی ما این بوده که مردان هستند که میسازن، امارت میکنن، آباد میکنن، کار میکنن. مردان گویی که کارگرانی هستند که فقط کار بکنن، آباد بکنن. البته فقط نه، اما خب حالا آیا زنها کار نمی کردن؟ آیا زنها روی در کشتزارها کم کار کردن؟ حتی در معماری ها، در علم، در دانش، یعنی کجا هستش که زنها کار نکردن؟ از خانه بگید تا جامعه تا مدیریت، کجا هست که زنها کار نکردن؟ شما یه عرصه به من نشون بدید، تا ورزش تا هنر، که بگید که اینجا زنها اصلا پای زنها به اینجا کشیده نشد. زنها همه جا بودند. جایی که مردها نبودن زایمان بوده، جایی که مردها نبودن شیر دادن بچه بوده، حاملگی بوده. بنابراین زن یه چیزی داره که پای مرد بهش کشیده نشده، اما پای زن به همه قلمروهای مردانه کشیده شده، کار کرده. بنابراین اون قسمت که امر تازه‌ای نیست، اما دن اضافه کردن کلمه فمینیسم رو. هنوز که هنوزه، بذارین براتون یه خاطره بگم، قصه مال 1373. من تازه وارد مطبوعات ایران شده بودم، با مجله زنان با شهلا شرکت آشنا شدم و اول سوالی که ازش کردم که خانم شرکت، چرا اسم مجله زنانه؟ نکنه این کلمه زنان روی این مجله، من حالا 24 سالم بود، پس بزنه بعضی مردان رو که نخونن نبینن و اینها. گفت به همون شکل که هنوز کلمه فمینیسم تابوه. و من اونجا برای اولین بار اصلا کلمه فمینیسم رو شنیده بودم، به کسی نگین، ولی واقعا دفعه اولم بود اصلا این، و یک تابو بود. انگار که فمینیسم مثلا الان مثل کمونیسته، مثلا فرض کن کلمات خیلی ترسناک خطرناکی که الان بیاد دین و ایمون و غیرت و ناموس و همه چی ما رو به باد میده، و اصلا ما قراره که مثلا فمینیست ها مسلط بشن و حق مردا رو کلن بشن دور از جون. بر نسبت انقدر این فرهنگ رخنه و ریشه داره که فمینیست رو معادل با اصطلاح بسیار عامیانه و ضد زن، زن ذلیلی میگیرن. برای همین انقدر میترسن. این رسوبات، متاسفانه رسوبات زنگ زده فکری فرهنگی طوری هستش که بلافاصله جایگزین اون لغت میکنن و میترسن ازش. برای همین برای اینکه فمینیستی نباشه اونجا. من البته خیلی مطمئن نیستم که از طرف کی اون مرد میهن آبادی کنار این شعار. خب اون که امر عادیه، مرد میهن آبادی روی چشممون، اگر زن باشه، زن حذف نشه، میهن و آبادی هم جای خود هست. اصلا یعنی میخوام بگم که چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اصلا در اون بدیهیات که بحثی نبوده، این زن بوده که حذف بوده و حقوقشون همه تحت تبعیض بوده که الان سر داده میشه. این خروش و واکنش علیه این همه تبعیض بوده که الان تبدیل به فریاد نه فقط ایران، جهان شده. وگرنه بقیه چیزایی که میدونیم، مثل اینکه من بخوام از امور بدیهی رو بیام شعار بکنم، اون دیگه شعار معمولا اون چیزی هست که ما میخوایم. شعار چکیده مطالبات انباشته شده است دیگه، در هر انقلابی، در هر جنبشی. برای همین اینجا من کنارش نمیبینم. پس من بهتره که کمتر صحبت کنم در جواب هر سوال. آره آقای، شما به من بگین، به من تذکر آیین نامه ای زمانی بدین لطفا. آقای خیلی ممنون، از صحبتتون استفاده کردیم.
خانم شبنم رضاوند رو بشنویم و دوباره برگردیم به شما. خانم رضاوند، میکروفون در اختیار شماست. خانم رضاوند، سلام، عرض ادب دارم خدمتتون. مایک برای من دیر باز شد، از این جهت میبخشید تاخیر داشت. خب من عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی خودم، مهمان عزیز مزرک خانم رحیمی، جناب رایی و جناب شفویی و سایر دوستان. من قبل از اینکه سوالم رو از سرکار خانم رحیمی بپرسم، میخوام بگم جناب لطفی گرامی، در دانشگاه من امروز دیدم یک کلیپی اومده بود که دختران آقایون، در واقع پسرها آقایون، جوانای پسر داشتن شعار میدادن زن زندگی آزادی و خانوم ها میگفتن مرد میهن آبادی. این در واقع شاید ما نمیدونیم چه قصدی بود این شعار، اصلا مهم نیست. مهم اینه که الان هر دو همدیگر رو ساپورت میکنیم، هر دو همدیگر رو حمایت میکنیم. اگر هر سوی قصد دیگه هم بوده، به عنوان یه فرصت ازش داریم استفاده میکنیم. یعنی میگیم ما همه با هم هستیم، چه مرد چه زن، نه فمینیستی هستیم نه فقط مرد سالاری، همه در کنار هم حقوق برابر زن و مرد رو میخوایم. من میخواستم بپرسم که خب به هر حال توی این قضیه فقط مهم اینه که زنان ما شروع کننده این کار شدند، حالا چه مرگ مهسا چه ادامه دهنده این کار که زنان شروع کردن و به صورت شجاعانه و تصمیم ناپذیر پیشتاز شدند، البته به همت مردان هم حمایت کردند. خب ما میدونیم که تو این سالها خیلی مورد ظلم قرار گرفتن، با وجودی که رژیم ایران هیچ اقدامی برای توانمندسازی زنان ما نکرد، چه بسا قوانینی و لوایحی رو به تصویب رسون که زنان رو به حاشیه بکشونه، حذفشون بکنه، نقششون رو کم رنگ بکنه، کمتر تو جامعه باشن و به پستوها کشونده بشن. یکی از مهمترین چیز همون سند BC هست. اما زنان ما یاد گرفتن، ما اینجا واژه در واقع بحثمون امروز حق اعتراضه و اونها شجاعانه، من تو سالهای گذشته هم دیدم این زنان بودن، این حق اعتراض حق خودشون میدونستن و این کار رو انجام میدادن. خب میخوام بدونم این شجاعت و این آموزش از کجا میاد که زنان ما با اینکه جامعه تردش کرد، جامعه یعنی قوانین کنار کشید، اونا رو کشید کنار، به حاشیه میکشون، هی فشار می آورد. خب بعضی از حالت مرد سالارانه جامعه ایران هم این کار رو میکرد، ولی باز هم این شجاعت، این جسارت رو داشتن، این اعتراض اولیه رو که الان داره به سمت انقلاب میره ولی از ابتدا به صورت اعتراض بود و دادخواهی بود، رو شجاعانه اومدن جلو و پیشتازش شدن. این شجاعت این زنان ما از کجا میاد؟ از ژنشونه، از آموزشهاشونه، از فشاری که بهشون اومده؟ این سوال من هستش. ممنونم. ژن خوب اومده به قول بچه های تهران. ممکنه برای اینکه این زنان، شما یادمون بیاریم که مادر بزرگامون چجوری بودن، چقدر قوی بودن، چقدر چه کارهای دلاورانه ای انجام دادن. اسم مادر پدر من لیلا بود و بهش میگفتیم ننه لیلا. این زن برخلاف عرف تنها زنی بودش که جرأت میکرد وایس جلو پسراش حالا شوهرش بکنن و سیگار بکشه. و یا دارم راجع به قرن پیش واقعا صحبت میکنم، چون پدر من متولد 1285 بود، حالا مادرش که خب قبلی تر از اون بوده دیگه، و این اواخر عمرش فقط من ننه لیلا رو دیده بودم، سیگار میکشید. میخوام بگم یا در مزرعه ها یا کارهای عجیبی که میکردن، همون ننه لیلا 20 شکم زایده بود که البته فقط 5-6 تاشون باقی مونده بودن در اثر حالا بیماری ها و اینها که از بین رفته بودن. منظورم به این که دلاوران کمی نداشتیم ما در زنها و در مردها، مگه شوخیه؟ مردها کم هستن، مردهای زبون یا ترسو در ایران اغلب دلیر و دلاور و با شهامت و با شرافت بودن دیگه. اینکه مرد سالار هستن امریست، اما در شهامت و شرافتشون تردیدی نداریم.
اونها به تصور خودشون تا الان مسلط بر همه زنان و جان و مال و تن و وجود و حرمت زنها بودن، چون تصور میکردن به نفع جامعهشون هستشان، سوای موضوع دینا، سوای موضوع قدرت طلبی ها. من دارم به شکل یه چیز عامیانه عمومی خارج از تئوری های فلسفی دارم میگم، دارم بین مردم میگم. اونها تصور میکردن اگه این کار کنن به نفع خانواده و جامعهشون هستش. خیلی طول کشید که بفهمیم که مگه میشه نیمی از جماعت ناخرسند، ناراضی، ناراحت باشه و ما خوشحال باشیم؟ مگه میشه توی خانواده یکی از این همین اعضای یک پیکرن یکیمون ناراحت باشه، مریض باشه، مادرمونه، خواهرمونه، برادرمونه، پدرمونه، هر کدوم همه ناراحتیم دیگه. نمیشه که شریک زندگی باشیم ولی اون شریک دیگه ناراحت باشه. چجوری ما میتونیم خوشحال باشیم؟ چون ناراحتیش بخوایم نخوایم، حتی تنگ خلقیش، حتی ناخرسندیش، به هر حال همه ما فکر میکنم به هر حال یک جوری تجربه ناراحتیای تو خانواده رو داشتیم. یک جوریه که اگه دوریه، اگه غمه، اگه غصه است، اگه دعواه، اگه تلخیه، به هر حال کشیده میشه. پس نمیشه نیم جماعت یک خانواده یا یک جامعه ناخرسند و ناخوشحال باشند و ما خوشبخت باشیم. همچون چیزی نشده تا حالا نشده. به همین خاطر اینکه این زنها چرا انقدر شجاع، چجوری شده انقدر شجاع هستن، ببین از یه جایی به بعد واکنشه. این همه فشار بر این فنر از یه جایی به بعد واکنشه دیگه، اصلا راهی نداره، چاره ای نداره، یعنی منفجر شده. بعد ببین اگر نسل مادر ما یا من، حتی من 55 سالم الان، نسل ما اگر انقدر جنبش هامون سرکوب شد و تکون خوردن هامون سرکوب شد و کوفته شد و در هم کوبیده شد، به همون اگر اون با فرنگی ها میگن فالس هوپ، اون ناامیدی ها، یأس های پی در پی، ناکامی های پی در پی اگر که آمد و ما رو از واقعا نزدیک به از پادر آوردن بود، اما این نسل دهه 80 میگن، حتی دهه 90 میگن، چی میگیم تو ایران، این نسل جدیدترین نسل، نسل نیکاها و مهساها و اینها، اون ناکامی ها رو به شکل تاریخی در تجربه تاریخی خاطره جمعی مادران و خواهرانشون ممکنه دارن حمل میکنن، ولی خودشون واقعا خون فرشی هستن، خون تازه‌ای هستن، شجاعت و شهامت تازه‌ای هستن. افزون کنید همه اینها رو به فضای اینترنتی که ابزار مهمی هست، که وقتی میبینه جای دیگه چجوری هست، ممکنه ننه لیلای من که ازش یاد کردم، بی بی رو بابای من که مادر مادرم بوده در روستایی در یزد، اطلاع نداشتش که اونور دنیا الان چی هستش، به همان چه که بود به شکل خودش هم مبارزه و مقاومت کرد، ولی به هر آنچه هم که بودش یزدیوار قناعت کرد. اما این بچه ها دیگه اونا نیستن دیگه، خیلی متفاوته دیگه. بنابراین من میگم اصلا من شگفت زده نشدم که انقدر با شهامت. شگفت زده زمانی میشم که این نوزایی، این زایش، این فکر، خیلی هم درست گفتین، از سمت مردها میگن زن زندگی آزادی، از سمت دخترها میگن فکر نکنین برادرانمون که شما رو قراره که ما در وقتی که به آزادی و آبادی رسیدیم شما رو فراموش کنیم یا شما رو حذف بکنیم. ما کاری که شما با ما کردید رو انجام نمیدیم، شما رو حذف نمی کنیم، شما هم هستید در این آزادی و آبادی شریک هستید. برای همین من واقعا فقط تحسین میکنم، شگفت زده از این شدم که ناگهان این بلوغ بوده، ولی ناگهان این بلوغ جمعیت، این بلوغ جامعه خودشو نشون داده. از این نظر شگفت زده میشم و تحسین میکنم. ببخشید. بس شما خانم رحیمی عزیز، من یه نکته رو میتونم اضافه کنم، یعنی در واقع بیشتر سوالمه، دغدغمه. آقای رایی الان به شما میرسیم، ببخشید. متاسفانه تو چند تا از این تجمعاتی که داشتیم من دیدم که بعضی خانوم ها برهنه شدن، یعنی من نمیدونم، حالا ایشون هم میتونه اعتراض کنه، یعنی اعتراض حق ایشون هم هست، ولی واقعا آیا زنان ایران برای برهنگی دارن تلاش میکنن؟ به نظرم اینطور نیست. حقوق زنان فقط
پوشششون نیست. نابرابریه که تو این چندین قرن به نظر من براش بهشون جفا رفته. برابری تقلیل دادن به این پوشش و اینا به نظرم خیلی کار غیر انسانی بود. اجازه بدین نظر من نظرتون خیلی منطقی و متینه. اجازه بدین من هم یک نظری کنار نظر شما بگذارم. ببینید در هنرهای غرب اوریانی، برهنگی یا این به خصوص که ببینید نقاشی ها رو نگاه کنید اغلب یک سینه زن بیرونه. این به معنای این نیستش که میخواد حالت اروتیک بده به نقاشیش، به هیچ وجه اینطور نیست. اتفاقا میخواد بگه که اوریان و برهنه میخواد از آزادیش استفاده بکنه، یعنی میگه من حق من هست آزادی. این یک سنتی شد بعدها در انقلاب فرانسه هم که دخترها در دانشگاه اینطور لباسشون رو پاره کردن و سینه زن، پستان زن که نماد زنانگی هستش، اوریان کردن که اوریان اعتراض بکنن. چنان که اشاره کردید صحبت ما، مرکز صحبت ما اعتراض هست. ببینید اگر چیز بدی نباشه که من اعتراضی ندارم، چیز وقتی بد پیش میآید یا هست من اعتراض می، اعتراض اصلا همیشه موجب پیشرفت بشر بوده دیگه. اعتراض دارم به سختی زندگی دستگاهی که اختراع میکنم، اعتراض دارم به دشواری های قانون یا حالا قانون که امری پسی نیست، اعتراض دارم به موقعیت، به وضعیت، تغییرش میدم. اعتراض همیشه برای این هست که من از آنچه که هست موجود، اون نظمی که حالا به لحاظ طبیعی فرض بکنید که اینجا کبیره کارهایی میکنن که بارش بیشتری ابرها داشته باشه، یا اینجا زیاد بارون هستش، همه جا مثلا فرض کن رطوبت آفتاب ندارم، کارهایی میکنن که بتونن این هوا رو تلطیف بکنن، بتونن آفتاب بیشتری بگیرن، بتونن ویتامیناشون. منظورم به اینه که اعتراض حتی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی هم بوده. زمین رو طرحی نو در انداختن، کارهایی کردن با زمین، زندگی با جهان طبیعی، حتی جهان طبیعی میبینی مادر فرزندی به دنیا میاد و مادر متوجه میشه که یک اشکال بدنی داره، جراح تا اونجا که بتونه درستش میکنه. میخوام بگم طرحی نو در انداختن حتی در خلق، در خلاقیت های متفاوت ژن ها رو دستکاری بکنن. این دستکاری ژن ها اصلاح نژاد بهش میگفتن، میدونی مال حداقل 60 ساله که در هلند شروع شد با گاو ها و اینا، برای اینکه شیردهی و بذر رو اصلاح کرد و اینها. میخوام بگم حتی بشر واقعا طرحی نو در انداخت، حتی در طبیعت، چرا صد به شرایط انسانی و زیستی که قطعا دست میبره. اگر اعتراض نبود، حالا اعتراض به شکل جامعه، از خانواده، جامعه، مدارس، مؤسسات رسانه ها، اینها میرسه به کجا؟ میرسه به پارلمان ها که اونجا مدام دارن عوض میکنن، آپدیت میکنن، بروز میکنن، چون اعتراضی وجود داره نسبت به اون قوانین پیشینی. ببینید اگر اعتراض نباشه تمام این پارلمان ها، مجلس ها، سنا ها، همه این کنگره ها، همه اینا باید تعطیل بشه، چون دیگه ما رسیدیم به یک کمالی و احتیاج نداره که پویا باشه، بهتر بشه، درست بشه. اعتراض به شکل های مختلف وجود داشته. اینی که فرمودید خانومی، البته من چند تا زن ندیدم ولی برای یک نفر رو شنیدم و عکسی دیدم که اون هم خارج ایران لخت شده بوده به اعتراض. اون دختر من حدس میزنم، البته روایت های مختلفی شنیدم که از سمت خود جمهوری اسلامی هم حالا یا گماشته شده بوده یا گذاشته شده بوده یا تشویق شده بوده، نمیدونم. من اصلا همچین اتهامی رو اطلاع ندارم که بخوام، دسترسی ندارم بخوام برم بررسی بکنم. اما منو یاد کنفرانس برلین انداخت، یادتون هست اونجا آمدن دخترها اعتراض کردن، خانم های آقایون اعتراض کردن. اون اعتراض اوریان بود به جمهوری اسلامی، اما جمهوری اسلامی علیه شرکت کنندگان در سخنرانی کنفرانس برلین استفاده کرد. اینکه یک رویداد یه جایی اتفاق میفته، حکومت ها چه سوء استفاده ای از اون رویداد بکنن، این لزوماً برگردن و گرده اون فردی که این کار کرده نیست. ببینید اون فرد ممکنه
اصلا مثل فرض کن دختر من هلند بزرگ شده، اون اصلا شاید ندونه که این الان میتونه به ضرر جنبش زن زندگی آزادی تموم بشه. شاید فقط دیده که توی دانشگاه های فرانسه و هلند و اینها وقتی عصبانی میشن لخت میشن، شاید اونجوره، من که نمیدونم، اطلاع ندارم از اون دختر. ولی سوء استفاده ای که حکومت ها از اون میکنن به عهده خودشون هستش، هر کسی مسئول کار خودش هست. اگر از من بپرسید، من ماهمانه رحیمی البته که نه موافق اون عمل لخت شدن برای چیه، چه لزومی داره، ما الان دعوامون سرت البته اگر روزی روزگاری وقتی که ما داریم راجع به آزادی حرف میزنیم، مگر نیستش در سواحل غرب که با بیکینی هم میتونن مرد و زن باشن، چه تبعیضی هست؟ چنان که در ایران با یک شورت مرد میدونه بره تو دریا، چرا خانم ها باید متفاوت، تن خانم چرا باید متفاوت شمرده بشه، چرا باید قوانین متفاوتی روش اعمال بشه؟ اینجا من با یک سیاه پوست که از نظر پوستی همرنگ نیستیم که، تنمون متفاوته، ولی قوانین که باید برامون یکی باشه. به همین خاطر ضمن این که نمیپسندم، فردی شخصی مسلمه، فردی شخصی نمیپسندم لخت شدن به نام اعتراض، اما او کار خودشو کرده، یه فردی مسئول عمل خودشه. جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی یا هر کسی که بخواهد از اون تعبیر دیگه ای بکنه، مسئولش خودش هستش، مسئول اون برداشت خودش. ببخشید جونم. البته خانم رحیم شما درست میفرمایید، ولی اینم در نظر بگیریم ما یه جامعه توی ایران داریم، جامعه اکثرا بسته است و خیلی سنتی فکر میکنه. همین الانش تو خیلی از بخش‌های عرب نشین خوزستان به جنبش، به این قیام نمیپیوندن. چرا؟ چون فکر میکنن که این یک جنبش ضد اسلامیه، چون میخوان زنان رو لخت کنن، و وقتی یه همچین تصویری رو میبینن، این حدس منه ها که ممکنه که تاثیر منفی بذاره روشون. اگه اجازه بدید ما آقای رایی رو بشنویم و سپس برگردیم شما. آقای رایی بفرمایید. بله، با درود به شما دوستان گرامی و خانم رحیمی گرامی. من چند تا نکته رو از دیدگاه خودم براتون مطرح میکنم که تو این گفتگو شرکت کنم و روی این مسائل با هم فکر کنیم. چند تا نکته فربه رو لازمه روش فکر کنیم. آیا زن مظهر عشق و سازندگی و حیات هست یا مظهر هوس و ویرانگری و مک؟ اونهایی که زن رو مظهر عشق حیات میدونن، زن رو زن طبیعی میبینن، زنی صاحب سخت افزار حقوق میبینن، همون گونه که مرد رو اهل عشق میبینن، اهل سخت افزار حقوق میبینن، یعنی انسان مرد طبیعی و زن طبیعی رو توانا در دوست داشتن همدیگر میبینن و نمیپذیرن که زن مظهر هوس و ویرانگری و عشق و نمیدونم مار و توطئه‌گر و اینا. پس لازمه توجه کنیم موقعی که در گفتگوهای انسانی وارد میشیم، وارد دو فضا میشیم. یا فضای آزادی است، در اینجا آزادی یک تعریف داره به معنی داشتن تمام حقوق، یا وارد فضای قدرت میشیم که در اونجا مرد نیست، زن نیست. مردانگی یعنی مرد ایدئولوژیک است و زنانگی یعنی زن ایدئولوژیک است. حالا نوع همکاری اینا رو با هم ببینیم. مرد یعنی مرد طبیعی با زنانگی یعنی زن قدرت نمیتونن همکاری کنن، دعوا میکنن. زن یعنی زن طبیعی با مردانگی یعنی مرد ایدئولوژیک نمیتونن با هم همکاری داشته باشن، با هم دعوا میکنن. زن و مرد با هم می سازن، سازنده هستند و از تولید همدیگه، از خلق همدیگه حمایت می کنن. پس زن و مرد می تونن با هم همکاری کنن، زن با مرد ایدئولوژیک، مرد با زن ایدئولوژیک و همینطور زن ایدئولوژیک با مرد ایدئولوژیک دعوا دارن و نمی تونن همکاری کنن. پس لازم موقعی که با هم گفتگو می کنیم توجه کنیم که در کدوم فضا داریم صحبت می کنیم.
اگر در فضای قدرت میخوایم آزادی رو تعریف بکنیم، همین میشه که آزادی من اونجای تمام میشه که قدرت شما، آزادی شما شروع میشه، یعنی قدرت من اونجای تمام میشه که قدرت شما شروع میشه. در اینجا تقسیم قدرت میخوان بکنن و توجه نمیکنن که قدرتی که تقسیم بکنیم دوباره تقسیم به دو میکنه، تمرکز پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه و دوباره تقسیم میکنه. و در اینجا بس بنابراین همین آزادی هم که در همین فضای قدرت میخوایم بدیم اینم عملی نیستش. بعد پشت این آزادی پنهان قدرت، اونی که بزرگ قدرت بیشتر داره آزادی اون یکی رو فدا میکنه. اما در این فضا داشتن تمام حقوق هست و به محض تجاوز به هر حقی زمان اعتراض و زمان مقاومت شروع میشه. یعنی لحظه شروع مقاومت نسبت به تجاوز بلافاصله بعد از تجاوزه. اما در اونجا میبینیم که عدالت در فضای قدرت، عدالت میشه هدف. 70 سال در شوروی سابق توجهتون رو جلب میکنم که عدالت رو کردن هدف، به اون عدالت هم نرسیدن. اما در اینجا در فضای آزادی عدالت میزانه. هر عملی رو که انجام میدیم لازمه که حقوقی باشه، اگر نباشه لاجرم غیر حقوقی است. پس موقعی که با هم صحبت میکنیم، از مرد و زن صحبت میکنیم، اینا همکار هم دیگه هستن، از هم هستن، از جنس هم هستن و مثل همن. در هر مردی زنانگی هست، زن هست، و در هر مردی زنی هم مرد هست. یعنی مرد از نظر بیولوژیک هم زن هم مرد، از نظر فکری هم زن هم مرد، از نظر روحی هم زن هم مرد، از نظر هورمونی هم زن هم مرد، همینطور هم زن هم زن هم مرد. زن بیشتر زنه، کمتر مرده، مرد بیشتر مرده، کمتر زنه. خیلی ممنون، مرسی. من از شما آقای رایی عزیز. خانم رایی الان صحبت می‌فرمایید یا خانم محمودی رو بشنویم بعد؟ حتما بشنویم. من سوالی در این نظر ندیدم و استفاده کردم از نظرتون و کاملا باهاتون موافق هستم. فقط یاد هممون میندازم، همه میدونیم که درست می‌فرمایید در فرهنگ که به اصطلاح ترکیبی در همامیخته گیسوی بافته ای هست از تارهای متفاوت دینی، تاریخی، اقلیمی، دی ان ای، حتی اگر بخوایم بگیم، و همه اینها در اون فرهنگ به هر حال دو جور زن بوده. یکی زن حوایی که مرد رو گول زد، فریب داد، باعث شد که از بهش رانده بشه. یکی زن بهشت زیر پای مادران است، یا به قول هدایت دو جور زن اسیری و بهشتی داریم دیگه. به هر حال بستگی داره که کدوم بخش از اون زن. اگر یه موقعی با زنی روبرو بودیم که احیانا فکر کردیم که اون موجب شده که ما ضرر و زیانی ببینیم، یا دعوا سر یعنی کشمکش های قدرت بوده، خب عصبانی هستیم از زنها، زنها نمیدونم وسوسه انگیزن و پلیدن و میشه به این قوانین شرعی که رسیدیم و سرکوب ها. اگر از اون ور بخش مهربانیشون یادشون بیاد که آیا مردی داریم که زاده یک مادر نباشه، خب اونجا میگن آ زن پس خوبه، فقط قسمت مادریش خوبه. میدونی بعد میگیم خب اشکال نداره، فقط قسمت مادریش خوبه. آیا حاضری هیچ وقت مثلا فرض کن اگر مرد آلفا هستی هیچ وقت زن به دستت به زنی نرسه به لحاظ جنسی و حتی رخت خوابی؟ اونجا میگه نه، آها فقط باید ازش استفاده کرد، حق بهش نداد. میبینی؟ آره دیگه، این ناعادلان فهمیدن حتی مفهوم زن دردناکه. مرسی. از شما خانم شرقی محمودی عزیز، شما رو میشنوید، بفرمایید. من صدا ندارم. درود خدمت همکاران عزیزم و ماه منیر عزیز. در ابتدا من تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز در جمع ما بودید. خودم به شخص خیلی خوشحالم از این بحث و گفتگویی که اینجا شکل گرفته و اینکه جناب رایی شما اصلا یک باری رو از روی دوش من برداشتید.
شنیدن تعریف آزادی و شنیدن این حرف از زبان شما که حالا ما اینجا میگیم جنس، یعنی یک مرد بخواد بیاد اینطوری تعریف کنه و اینجوری تعریف کنه، من توی این روزها خیلی کم خودم شنیده بودم و دیده بودم و انقدر این تعریف و این تعبیر زیبا بود که من احساس سبکبالی کردم. من از شما بسیار متشکرم. و در خصوص نظر خودم، ببینید من فکر میکنم که ما برای نداشته هامون هست که انقلاب کردیم و داریم اعتراض میکنیم و به خیابون اومدیم و شعار زن زندگی آزادی نداشته ای هست که ما، چیزی بوده که ما نداشتیمش و اومدیم به خاطرش. بچه هامون، جوان ها و نوجوان ها جونشون رو در دستشون گرفتن و در خیابون دارن براش می جنگن. و اینجا وقتی که اون که مقابله میکنن با مرد میهن آبادی، نه اینکه قرار هست ما مردان و میهن و آبادی رو بذاریم کنار و انکارشون کنیم، نه، اینجا میگیم که ما که اون رو داریم و داشتیمش و همواره بیش از 12 قرنه که مثلا این ساختار مرد سالارانه و این قدرتی که به مرد داده شده و همون آزادی که قدرتی که به مرد داده شده تا حدی که هیچ آزادی دیگه مثلا توی جامعه ما برای زنانمون نبوده. حتی اگر ما در این اواخر میدیدیم باردار میشدن، نمیتونستن برن غربالگری کنن که ببینن فرزندی که در شکمشون هست آیا فرزند سالمی هست یا نیست. یعنی اینقدر این فضا و این ساختار اومده بود و توی شخصی ترین مسئله و اینجوری منفجر شد و مردان ما در کنار زنانمون با این شعار به خیابون اومدن و این انقلاب یک انقلاب مترقیه و این شعار هم یک شعار مترقیه و ما هرگز نداشتیم شعاری که با زن بخواد شروع بشه، زن زندگی آزادی. و چیزی که توی این شعار و اتفاقی که جالب هست اینه که ما از افغانستان زنانی رو میبینیم که همراه میشن، از کردست، از سوریه های کرد میبینیم که همراه شدن با ما تا مترقی ترین و توسعه یافته ترین کشورها. میبینیم مدل هایی که توی تورنتو هم هستن میان موهاشون رو میبرن و من با خودم فکر میکردم ببینید این به خاطر اینه که این شعار و این انقلاب تبعیض رو نشونه گرفته و بزرگترین نوع تبعیض رو از لحاظ جامعه آماری، که ما اگه بخوایم جامعه آماری تبعیض جنسیتی رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، بزرگترین جامعه آماری رو در بر میگیره و برای همینه که صداش پیچیده و خیلی ها همراه شدن و اصلا تبعیض رو چون نشانه گرفته تمام مردم دنیا با ما همراه شدن. افرادی که تبعیض دچار تبعیض طبقاتی بودن، مذهبی بوده، هر نوعی، یعنی افرادی که هر جایی بهشون تبعیض شده، این انقلاب خانم محبودی یکی از دوستان برنیسته، من اینو میگم و جمع بندی. نه نه صداتون قطع شد یک لحظه. آها میگم که یکی از دوستان توی یک جلسه یک چیز خیلی جالبی گفت، گفت که حالا ما همیشه میگیم رهایی زن، رهایی دنیا در رهایی زنه، و اون میگفت که رهایی دنیا در رهایی زنان افغانستانه. و این که یعنی ما اگر این انقلاب داره در خاورمیانه اتفاق میفته و اگر این رهایی برای زنان ایران رقم بخوره، بیشک زنانی در افغانستان، زنانی در کشورهای دیگه تا توسعه یافته ترین کشورها و فمینیست هایی که ما میبینیم همراه شدن، برای اینکه اونها هم همچنان این تبعیض رو حس میکنن و اصلا این توی دنیا وجود داره و این خیلی زیباست و خوشا به حال ما که در این عصر هستیم و خوشا به حال ما که ایرانی هستیم و امیدواریم که بتونیم مسئولیت های اجتماعیمون رو درست برداریم و قدم های درستی رو برداریم و در سمت درستی ایستاده باشیم، چون که آیندگان و تاریخ بیشک ما رو قضاوت خواهند کرد و بتونیم بهترین بهره رو از این اتفاق ببریم و دچار اشتباه نشیم این بار. مرسی که من رو شنیدین. باز هم تشکر میکنم از همه دوستان و مهمونی عزیزم. ممنون از شما خانم محبودی عزیز. خانم رحیمی بفرمایید. بله، من یه نکته میخوام اضافه کنم کنار صحبتهای شرار جان و دوستان و یادآور بشم که درسته تبعیض، ناروایی، بی‌عدالتی، حق‌کشی، همه اینها همچنان در کشورهای مدرن و غرب هم هنوز دیده میشه، اما تفاوت از زمین تا آسمان است. میان اینجا، اروپا،
و افغانستان که یاد کردی و ایران که یاد کردی، دست کم قوانین. میدونی قوانین وقتی که اینجا ایالات متحده آمریکا می‌نویسه we people، نمیگه زن مرده، نمیگه چه دینی داره، نمیگه چه جنسی داره، نمیگه چه رنگی داره، این رو می‌نویسه. البته که در عمل و در عرف و در مواردی ممکنه که همچنان این ستمها، جفاها، جورها دیده بشه، اما ببین یک سیاه‌پوست کشته شد، 72 میلیون دلار حداقل دیه پرداخت کرد دولت به خانوادش و چنان جهان رو تکون داد. اگر یه تبعیضی علیه زن باشه، من میتونم وکیل بگیرم برم دادگاه، خود من کردم، کار نداریم. یعنی اون موضوع که من رسیده یا نرسیده به کنار، من زن مهاجر اومدم اینجا و از وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا که اتفاقا او هم یک زن بود رسما شکایت کردم. این کارو میتونم بکنم. بنابراین میخوام همیشه حواسمون باشه، چون شراره شما دوستان رو من میدونم که چقدر منظورتون این هست که حتی اگه یه نمونه، یه جایی، یه کیسی در صدای امریکا، در این ور اون ور هر جایی اتفاق افتاد، انقدر شاخک‌های تیز وجدانی داشته باشیم که مراقب باشیم این اتفاق نیفته، این تبعیض‌ها، این ناحقی‌ها اتفاق نیفته. کنار این، به محضی که بگیم همه جا هست، جمهوری اسلامی میگه آها پس همه جا هست دیگه، پس ما اوکییم، پس بذار باشه، در صورتی که تفاوت از زمین تا آسمان است. اون چی میگن، خشت اول که قانون باشه، لااقل اینجاها درستش کردن، لااقل این پایه های، لااقل اون بخشی که دست دولت هست درستش کردن. قانون تبعیض‌آمیز نیست به هیچ وجه، تو قوانین به هیچ وجه تبعیض‌آمیز نیست. رسانه ها هستن برای اعتراض، قوه قضاییه مستقل هست برای اینکه من بتونم برم شکایت بکنم، پابلیک اپینین، افکار عمومی حامی من هست اگر که من اعتراضی داشته باشم. یعنی بسیار متفاوته، یعنی من دیگه از تفاوت ها نگم. اینجا یک مورد، چند مورد، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ دلایل و خواستگاه های رویدادش متفاوته با اونجایی که رویه هست و اصل هست. اینجا استثناست، اونجا قاعده است. مخلصم. خانم رحیمی عزیز، واقعا توی ایران خانم محمودی فرمودن که اگر ایران درستشه افغانستان و خیلی جای دیگه، و این واقعیته. اگر ایران یک دولت قانونمند، سکولار و دموکراتیک به وجود بیاد و حقوق همه اقشار رو برابر رعایت کنه، فکر می‌کنم تمام خاورمیانه به این جنبش میپیوندن و درست خواهد شد. آقای رایی رو بشنویم. آقای رایی بفرمایید. بله، خیلی ممنون از شما دوستان گرامی، از توضیحات خوب شما خانم رحیمی و خانم محمودی گرامی با لطفشون. من روی سخنم این دفعه با همه شما، خصوصا با خانم محمودی هستش، چون انگشت گذاشتم و تشدید دادم به اون مطلبی که گفتم و بنابراین یه توضیح تکمیلی میطلبه. موقعی که میگوییم زن و مرد در فضای آزادی می توانن خلق کنن، همکاری هم باشن، در واقع داریم میگوییم که زن لازم است مسئولیت طبیعی خود رو اجرا بکنه، به اجرا بذاره، قربانی خودشو حس نکنه. مرد و زن ایرانی در این جنبش حتی لازم توجه کنیم، علاوه بر این که حالت قربانی به خودمون نگیریم، حتی حساس باشیم نسبت به لحن‌های قربانی و غم و اندوه. به عنوان مثال، این شعر بسیار زیبای برای برای بسیار زیباست، اما با لحن غمگین خوانده میشه، در صورتی که جنبش شاده و بنابراین انتقاد وارده. هر جا که ما اعتراض رو به معنی غم و در واقع رفع مسئولیت از خود میبینیم، مشکل داریم. ما اعتراض نمی کنیم به خاطر اینکه بگوییم او هست، او نمیگذارد. نه، او نمیگذارد، ما هم خوب عمل نکردیم.
اگر مردانگی ایجاد شده، مادری بوده که خوب نتونسته اون پسر خودش رو مردانه بار نیاره، پدری بوده که نتونسته، فرهنگی بوده که نتونسته، تاریخی بوده که نتوانسته، و اینها رو پشت سر هم، این بازی های قدرت رو پشت سر هم ادامه دادن. اگر در خانواده مادر و پدری پسر خودشونه که مثلا 14-15 سالگی مثلا اولین دوست دختر خودشو گرفته، آفرین پسر من پسر شد، و بعد دخترشون اگه این کارو بکنه انواع اقسام تو سریا رو باید بخوره، این تربیت رو نکنن، این اختلاف ها به وجود نمیاد. اگر از بچگی دختر و پسر رو مثل هم بار بیارن و مردانه و زنانه بار نیارن، این مشکل ها کمتر پیش میاد. اگر مردی از نظر فکری، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی زور گفت و زن زور رو پذیرفت، زن هم مسئوله، نباید بپذیره، همینطور به عکس. و بنابراین رابطه قوا رو لازمه ترد کنیم، قدرت رو لازمه ترد کنیم، در خانواده، در اداره، در همه جا. هر رابطه مسلط زیر سلطه رابطه قدرتمدارانه و رابطه تخریبی است. پس بنابراین توجه داشته باشیم که سرکوبگران بیش از همه قربانی هستند. چه قربانی؟ میگوید به عنوان مثال در مورد همین زن داریم صحبت میکنیم. زن ویرانگر هست، مخرب هست، مرگ هست. اگر بهش آزادی بدیم بدتر میشه. خب یعنی دینامیکش شدت میگیره. خب این بنابراین خودش قربانی میبینه، فکر میکنه که لازمه که سرکوب بکنه، برای اینکه راهی نداره، این وسط و تلف شده. توجه شما رو جلب میکنم به علی خامنه‌ای. آیه قرآن رو که مستضعفین رو مردمی که در ضعف نگه داشته میبینن میگوید، دروغ میگوید، نه این نیست، این عالم ها هستن که مستضعفن. منظورش چیست؟ یعنی این رابطه رو که ما سنجیدیم که من رهبر باشم، شما خار باشید، شما صغیر باشید، پزشک شما، مهندس شما رو صغیر میبینم، این رابطه عادلانه است؟ تکون نخورید، برای این که من میشم مستضعف. من که این فکر رو دارم بر شما ایجاد میکنم، شما پذیرفتید، آمدید، ولایت من پذیرفتید، و بنابراین رأی هم که میدید، رأی به حق منه، به انتخاب منه. بنابراین یک پارچه این آدم قربانیه، و بنابراین تو این اسکیزوفرنی که داره، تو این حباب فکری که برای خودش ساخته، خود رو موجودی میبینه که والاست، خوبه دیگرا بهش بد نکنن، مسئولیت نداره، در صورتی که مسئول همه نهاد هاست، ولی اگر بگویید مسئولیتی، نه مسئولیتی نداره، دیگرا مسئولن. اگر قرار باشه که عملی رو در واقع نقد کنیم، نمیتونی به اون نقد بکنیم، به این رو که پاکه، مسئله خوبی هست، نماینده، ولی صاحب زمانه، صاحب زمانم نماینده خدا هست، و بنابراین ماها زمینی ها کاری به اون رو نداریم. توجه خود چرا این رو میگم؟ به این علت که بدونیم که قربانی بودن جایگاه والایی هست که در اونجا مسئولیتی وجود نداره. زنی که خود رو قربانی میدانه مسئول نداره، مردی که مسئول قربانی خودش میدانه مسئولیت نداره، و در این رابطه میاییم ما یک خلایی رو ایجاد میکنیم. یه هم میبینیم که مشکل پیش اومد، یه اکثریت بزرگی خاموشن، یه اکثریت بزرگی 10 سال خاموشن، یهو بیدار میشن، دوباره 10 سال تبدیل میشه به چند سال، همینطور داره کوتاه میشه این زمانش. اما این اکثریت خاموش همین تو این جنبش هم هنوز نپیوستن به جنبش. به پیوندن اون زمان هست که مثل سال 57 یا انقلاب مشروطه خودمون توانستیم این حرکت بزرگ اجتماعی انجام دیگه، حرکت منطقی و حتی جهانی هست. در تظاهرات پاریس که فمینیست ها دعوت کرده بودن، لطفاً جنبندی بفرمایید. بله ببخشید، نکته آخر است، میبخشید طولانی شد. یه خانم فرانسوی گفت ما میدانستیم که جنبش فمینیستی یک جنبش جهانی است و الان داریم شروعش میبینیم. میبخشید زیاد حرف زدم، مرسی. ممنون از شما خانم رحیمی. آقای شفایی عزیز رو هم بشنویم. آقای شفایی، میکروفون در اختیار شماست. سلام دوستان، خسته نباشید. من یکی دو روز دو تا جلسه رو در واقع دارم گوش میکنم، بس در رابطه با حرکتی که در جامعه اتفاق افتاده در رابطه با مسائل روز و مسئله زنان، و یه اتفاق فوق‌العاده استثنایی بوده و خود ما بریم لذت بریم. اما یه چیزی اینجا گم شده، من خواستم یادآوری کنم. خانم رحیمی لطف کردن اسم خانم شهلا شرکت رو آوردن،
و من یادم افتاد که اصلا ما یک کمپینی تشکیل شد، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و بسیار حرکت قشنگی بود. یعنی یک حرکتی بود کاملا آگاهی رسانانه، یعنی فقط کار آگاهی رسانی میکرد و بسیار زیبا کار کردن که همزمان بعد از 2 سال کار کردن در واقع زحمت که خانوما در ایران کشیدن و کلاس‌های متعدد، آموزش‌های متعدد گذاشتن و یه بخش زیادی رو در خود اروپا و حتی آمریکا کار کردن. خود من در آلمان کلی جلسات گذاشتم، کلی امضا جمع کردیم برای این قضایا فرستادیم و عرض کنم برای این کارا. ولی یک اتفاقی سال 88 افتاد و این بگیر بگیرا شروع شد، دفعتا این دوستان ما پاشیدن و هر کدوم یه گوشه از این دنیا رفتن و اصلا انگار فراموش کردن که یک طرحی داشتن، یک برنامه‌ای داشتن و قرار بود این قضیه رو پیگیری بکنن. من چند بار باهاشون تماس گرفتم که حیف این طرحی که شما گذاشته بودید ادامه ندید، برای اینکه این کار بسیار قشنگ بود، خواستشون بسیار خوب بود، قوانین رو نوشته بودن، بعد یاد میدادن یه آموزش که مثلا فرض کنید یه نفری آموزش میدادن، ایشون میتونست بره به راحتی آموزش بده و به دیگران رو دعوت کنه. یه گروهی داشتن که در مثلا خیابون میرفتن، تو قطار میرفتن، اتوبوس، مترو صحبت میکردن با خانوم ها و کلی آگاهی رسانی و بسیار کار قشنگی بود که من از سال 85 اصلا همراه بودم و کیف میکردم. ولی متاسفانه این کمپین من فکر میکنم مقصر خودشون بودن، حالا میتونه خانم عبادی باشه، میتونه خود خانم شهلا شرکت باشه و صدها خانم جدی با پشت کار. من واقعا الان حضور ذهن ندارم. بسیار کار قشنگ بود و این یکی از کارهای خیلی خوبی بود که در جهت زنان اتفاق افتاد. من خواستم یادآوری کنم چون به هر حال حیف این تلاش گفته نشه، چون پیروز داشتیم راجع به تاریخچه زنان صحبت میشد، حالا یه جو دیگه ای داشت جلسه اون روز و من حقیقت فراموش کردم عنوان کنم. ولی واقعا یکی از کارهایی که اتفاق افتاد همین قضیه به اصطلاح کمپین بود و حتی برنده جایزه جنس دوم همون خانم سیمون دوبار بود که اشتباه نکنم دوبار که به اصطلاح جایزش گرفتن، بعد خانم دانشور تونستن برن جایزه رو بگیرن و بیان و این در واقع جز کارهای خوب بود و خیلی خوشحال میشم که واقعا روی این قضیه کار بشه، یعنی روی روششون، نه که آدماشون رو کاری ندارن، روش خیلی عالی بود، یعنی یک روش کاملا آگاهی رسانی بود و قشنگ آدما رو آگاه میگرد که چی میخوان، خانوما چی باید بخوان، چی کار باید بکنن، خیلی هم ساده و بدون شعار در واقع. مرسی، خواستم یه یادآوری کرده باشم. خیلی متشکرم آقای شفایی. آقای شایگان عزیزم اجازه بدین من 2 نکته رو بگم، دلم بخواد که زیاد به تأخیر نیفته. قربان آقای شفایی عزیز، بله اون آموزش های معروف هم شده بود چهره به چهره، رو به رو، ترانه ای هم براش ساختن، رفتن در، واقعا در به در زدند و دخترها خانم ها رو آموزش میدادن، هر جا، هر مهمونی، هر جای رسید به حتی اون شرایط ضمن عقد رو تونستند بیارن تعدیل بکنن که دامادها قبل از عقد قبول بکنن که شرایط برابر باشه، موقع طلاق، حضانت، خیلی چیزای دیگه. کار زیاد شده اون کشور، یعنی جنبش زن زندگی آزادی الان این نوزاد زاده شده و هممون داریم انقدر اوریان و برهنه میبینیمش، لخت و بی پرده و بی تعارف فریاد زن رو میشنویم، اما این نوزاد توجه داشته باشیم که دهه ها و بلکه قرن ها در شکم مادرها پیش اومده تا اینجا به دنیا آمد. از جمله دوره پهلوی که البته بسیاری از قوانین همچنان باید تحت تسلط اون فرهنگ روحانیون و احکام شرعی و اینها،
البته که بخشیش همچنان برآمده از احکام شرعی بوده، ولی به هر روی مبارزان برای حقوق برابر بسیار بودن، زنان پیش قدم و پیش قلم بسیار بودن که برای حقوق کار کردن، برای حقوق به معنای لا و رایت هر دوش. میدونید ما در فارسی یک لغت حقوق داریم، هم به معنای قوانین و قانون هست، کسی که قانون میدونه قانون میخونه، هم به معنای کسی که حق رو میدونه و میشناسه و اینها. به هر دو معنا براش زحمت کشان و پیشگامانی داشتیم و بسیار زحمت کشیدن، از جمله تایی همین 40 و چند سال. درسته وقتی که اینترنتی اصلا رایج شد و بین مردم رسید، به دست مردم رسید از این ابزار، کمپین 1 میلیون امضا همراه افتاد و بله کار بسیار ارزنده‌ای بود. چرا متوقف شد؟ قربان، به خاطر سرکوب. مقصر نه خانم عبادی، نه خانم مهرانگیز کار، نه شادی صدر، نه حقوقدانان، نه بچه‌های زحمتکشی که داخل ایران می‌رفتن حقیقتاً روستا به روستا، شهر به شهر، حتی تو مهمونی‌ها هر جایی که می‌شستن این کار انجام می‌دادن، مقاله‌ها هر طوری که بود این کارو می‌کردن. سرکوب قربان، سرکوب. نسرین ستوده رو انداختن زندان، شادی صدر مجبور شد ترک کنه کشورو. و مگر یکی دوتا هستن؟ مگر یکی دوتا هستن کسانی که مجبور شد یا به زندان افتادن و بعد مجبور شدن جلای وطن کنن، یا از بیم جان مجبور شدن که جلای وطن بکنن تا لااقل زنده بمونن بتونن بیشتر کار بکنن؟ سرکوب، سرکوب های متنوع و متفاوت و به زبان ها و شکل های مختلف قربان. حتی بعضی از سرکوب ها ناخواسته و نادانسته است، از جانب کسانی هستش که حتی ما میدونیم که نیتی بدی ندارن، میدونیم که با حق و برابری موافقن، اما در کلام این ستیزها رو دارن. همین پریروز من در اتاق کلاب هاوس یک آقای روشن فکر کاملا فعال در این موضوع، وقتی که میخواست راجع به بگه بعضی حرفا ارزشش کمه یا زرده، یا بگم مثلا مستند و مستدل نیست، گفت این حرفای خاله زنک بازی چیه؟ یا اون یکی میاد میگه که این رأی‌گیری های شما به درد نمیخوره دیگه، اینا خاله بازی بین خودتون. ببین هنوز تو همین جنبش ها، تو همین جنبش هنوز واژه ها انقدر جا افتاده برامون، سرشار از زن ستیزی، نابرابری، بی‌عدالتی هست. نکته دیگری رو که دوست نازنین آقای رایی اگر اشتباه نکنم قبلش گفتن که خیلی خوبه، من هم با شما موافقم که خوبه که هیچ وقت خودمون رو در جایگاه فقط قربانی قرار ندیم، چون ما قربانی هستیم. شما بگید یا نگید، شما این حکم رو برای ما صادر کنید یا نکنید، زنان عمدترین بیشترین قربانیان اون حاکمان هستند. خب اما اینکه من خودم رو فقط در جایگاه قربانی قرار ندم، ولی قربانی اوردی هستم، خودم، مادرم، فرزندم، نسلها پی در پی قربانی هستیم، ولی فقط قربانی نباشم، کاری هم بکنم، حالا که دونستم، حالا بلندشم، حالا محکم بایستم، حالا کار بیشتر بکنم، این به عهده منه، سهم منه. ولی اینکه من بخوام مادرم رو حتی سرزنش کنم که تو مقصری که برادر من مرد سالار بار آوردی، من این کار نمی کنم. میدونی چرا؟ به خاطر که میگم مامان من از کجا باید یاد میگرفت؟ با کدوم آزادی بیان؟ خواهر بزرگه من تو کدوم رسانه باید اینا رو میخوند یاد میگرفت؟ تو از کدوم صدا و سیما باید اینا رو میخوند و یاد میگرفت؟ کدوم سانسوری بهش اجازه دادش آموزش و نقد فرهنگ به درستی انجام بشه؟ کدوم دانشگاه، کدوم دانشکده، کدوم مدرسه، کدوم از ابتدایی مهد کودک، از خانواده، اینها کجا باید یاد میگرفت؟ آزادی داشتیم ما، آزادی بیان در شکلهای مختلف ها، عرض میکنم، از یه روزنامه و رسانه و اینها. الان رو نگاه نکنیم، یعنی نگاه بکنیم، خوشبختانه خوبه که عمر ما قد داد و دیدیم که دانش جهانی شد و بین همه پخش میشه، ولی روز روزگاری که فقط کاغذ بود، فقط پیپر بود، کتاب بود، یا دانشگاه بود یا مدرسه بود، همه مطلق مرد سالارانه و آموزش های مرد سالارانه. بنابراین اون قربانی بله خیلی خوبه که قوی باشه، از جایگاه قربانی یک پا فراتر بذاره، مسئولیتی هم بیش از اون چیزی که تا حالا داشته و داشته انجام میداده
تمام کارهایی که مردها انجام میدادن زن هم انجام میداده و داده، به علاوه زایمان، به علاوه پریود، به علاوه بارداری، به علاوه شیر دادن، به علاوه اون حسهای صرفا زنانه. درست فرمودن آقای شایگان که و خود شما آقای رایی که زنانه داریم، مردانه داریم، درصدمون بالا پایین کمتر زیاد بیشتر هستش، ولی به هر حال مایی که میزاییم یک عالم هورمون هامون در ما بالا پایین میشه تا بتونیم بزاییم، تا بتونیم انقدر این بچه رو عاشق باشیم که شیر بدیم، نصف شب بیدار شیم. این چیزای غریزی رو دارم عرض میکنم، امور طبیعی رو دارم عرض میکنم، ممکنه یه پیشی گربه هم این کارا رو بکنه، اون بخش طبیعی و وجودیمون هستش، ولی ما بیش از حیوانیم، ما آدمیم، تفاوت ما اینه، ما آدمیم، متمدنیم، سهمی در این نصیب‌های پس از زحمت هم باید داشته باشیم، بین هم تقسیم کنیم، همون تقسیم قدرت. بگذاریم، من خیلی دلم بخواد برسم به اون جایی که چرا ولی فقط مردانه است، ولایت فقیه، میرسیم به ولایت مطلق فقیه. چرا اولیا میگیم ولی ولی قانونن رسمن مردان است، و این روی سنگ قبر نیکا شاکرمی از قربانیان، دختر نوجوان قربانی حتی جنبش زن زندگی آزادی، روی سنگ قبرش تثبیت شد، حک شد که ولی تو یک مرده. اسم اولیا برده نشد، اسم مادرش برده نشد. دلم میخواد این یادداشت رو براتون بخونم پیش از این که متفرق شیم، ولی هر وقت که رئیس جلسه اجازه بده. ممنونم خانم رحیمی. واقعا اگر تو یک جامعه زنان اون جامعه رو محدود کنیم و سرکوبشون کنیم و نادیدشون بگیریم، اون جامعه اصلا میپاشیم. متاسفانه در ایران چندین سال، چندین قرن فکر کنم این اتفاق افتاده. امیدوارم که زودتر این قیام به سرانجام برسه و همه اقشار جامعه به ویژه زنان به حق خودشون برسن که ابتدایی ترینشون حق زندگیه. ببینید، به نظر من حق زندگی رو از زنان گرفتن. وقتی جمهوری اسلامی میاد تقلیل میده، مخصوصا این افرادی که به اسم اصلاح طلب، من اصلا خوشم نمیاد اصلا از این واژه استفاده کنم، ولی خب مجبورم، اومدن حقوق زنها رو به این تقلیل دارن که حق زن باید حق داشته باشه بره استادیوم. یعنی چی؟ اصلا نمیتونم من درک کنم که استادیوم رفتن یک زن آیا حق؟ این دیگه اصلا ساده ترین موضوعاتی است که توی ایران نادیده گرفتنش. آقای رایی رو بشنویم. آقای رایی بفرمایید. بله، خیلی ممنون از خانم رحیمی برای نقدشون، چون این نقدشون موجب میشه که گفتگو باز شه در مورد قربانی. اینکه موقعی که یکی زور میگه به کسی، مردی زور میگه به زنی، یعنی مردانگی زور میگه به زنی، این قربانی میشه، هیچ بحثی نیست، درسته. اما خود رو چگونه میبینه مهمه. یعنی زنی که این ظلم بهش شده میپذیره که منفعل باشه، یا میپذیره که به عنوان انسان که تمام حقوق رو به صورت طبیعی در درون خودش داره، محتواش، عقلش اصلا حقوقی هست، آیا این میتوانه به علت این ظلمی که شد در واقع منفعل بشه یا نه؟ دومین مطلب این استش که چون به صورت طبیعی هر انسانی انسان حقوقمند هست، یعنی این سیستم حقوق رو در خود داره، هرگز مسئولیتش به صفر نمیرسه. یعنی انسان ها همواره حتی اگه بدترین ظلم هم بهش بشه باز هم مسئول هستن در اون کاری که میتوانن بکنن، در اون جایی که امکان فعالیت دارن فعالیت کنن. مثال خوبی رو خودتون زدید، خانم هایی رو گفتید که در ایران تحت ظلم واقع شدن، آمدن بیرون. این بیرون آمدنشون یعنی این مهاجرتشون کاره، یعنی فضا رو،
فضای مبارزه رو از ایران آوردن خارج، یعنی جایی که میشه مبارزه کرد، اون جایی که نمیشه لازمه که بیرون میامدن و بنابراین کار کردن، قربانی نبودن، آمدن نگذاشتن که قربانی باقی بمانن و سانسور، حصار سانسور بر درشون، به دورشون کامل بشه، آمدن جایی که بتونن حرف بزنن، افشا کنن، بگوین، مسئولیت خودشون انجام بدن. پس من تو قبول میکنم حرف خانم رحیمی رو که کسی که ظلم میکنه یکی مظلومه، این در واقع جلاده، این در واقع جنایتکاره، اون طرف مظلومه مرد. ولی مهم این هستش که آیا مثلا به عنوان مثال یه خانمی بهش تجاوز میشه، این دیگه تا آخر عمرش باید همینجور خودش متجاوز ببینه؟ قربان اجازه بدید که موضوع روانشناختی وقتی که یک قربانی میشه، اجازه بدید که به این موضوع اگه بخوایم بپردازیم به قدر ریز و پیچیده هست که یک قربانی وقتی قربانی میشه اصلا چقدر حتی بدنش بهش یاری میکنه که بیاد و کمک بکنه به خودش که به اصطلاح مظلوم نباشه، و چقدر مظلوم ها آیا توان جسمی، مالی، اصلا دانشی دارند که بخواهند علیه ظلم بیستن. در مجموع اگر در نهایت اگر بخواید عنایت کنید که میبینید که خانم ها برخواستند به شکلهای مختلف و این مبارزه و مقاومت، اصلا عرض کردم نوزادی که اکنون به دنیا اومده، مادران اون گیتی، اون سرزمین، مادران دهه ها و قرن ها بارداری کردن تا این نوزاد زن زندگی آزادی به دنیا اومده. من کاملا متوجه هستم شما چه نظری شما رو شنیده بودم، الانم باز هم تایید میکنم صحبت شما رو، اما مسئله اینجاست که انسان با تمام فشارهایی که میاد، با تمام بار تاریخ و با تمام به صفر نمیرسه، همیشه یک مقدار مسئولیت داره. نمیشه گفت که شما چون تو تحت این فشار هستید دیگه هیچ مسئولیتی ندارید. اختیار دارید آقای رایی، مگر اگر مسئول احساس مسئولیت نمی کردن که این همه کار نمی کردن، بر نمی خواستن، درس نمی خوندن، کار نمی کردن، کجا احساس مسئولیت نکردن؟ ببینید آقای رایی، شما یک چیزی رو داریم میگین، یه موقع شاید بذاریم با هم مطمئن بشیم که ما داریم راجع به یه موضوع صحبت میکنیم. آیا ما داریم راجع به تقصیر صحبت میکنیم یا راجع به مسئولیت؟ من میگم تقصیر زنان نبوده که این همه بلاها سرشان آمده، اما مسئولیت و بنده هم در صحبتام سخت تاکید کردم و این همه کاری که شده. شما رو خانمی رأی میدادن که مسئولیت خانم ما صفر نیست، کمتره اما صفر نیست، در مواردی بسیار کمه اما صفر نیست. نکته دوم که الان میخوام باز کنم، یه برنامه من میدیدم در یک قبیله افریقایی توی افریقا که در اونجا یه حدود 20 نفری در یک منطقه خشکی زندگی میکنن، در اونجا پدری دختر خودش رو مجبور کرده بود در 13 سالگی ازدواج کنه بره خونه شوهر. دختر ناراضی بود، این پدر در اون قبیله افریقایی احساس ناراحتی وجدان میکرد که چرا همچین اشتباهی رو کرده که دختر خودش رو مجبور کرده به ازدواج. میخوام به شما بگم که این انسان، خودآگاهی انسان همواره وجود داره به این علت که محتوای طبیعی انسان حقوقه، انسان خالی به دنیا نیومده. پس بنابراین حتی دانشمندانی مثل فروید که آمدن گفتن مرد فعال، زن منفعل، اشتباه کردن. کیا این را متوجه شدن؟ مطالعات بعدی خانم فمینیست بسیار بزرگ خانم سیمون دو بووار آمد این رو نشون داد. دانشمندهای دیگه هم پشت سرش گرفتن که اشتباه میکنه که شما فکر کنید از نظر مثلا جنسی زن منفعله، همه فعالن. پس انسان توجه داشته باشیم در دنیای واقعیت، در دنیای موجودات زنده رابطه فعال با فعال داریم، رابطه فعال با منفعل رو ذهن ها ساخته، همچی چیزی وجود نداره. پس بنابراین موقعی که از مسئولیت صحبت میکنیم، حق با شماست، مرد ها، مردانگی، نه مرد، مردانگی بسیار مقصره، زنانگی کمتر مقصره، اما مرد و زن هیچ کدوم مقصر نیستند. زنی که در حالت طبیعی خود میبانه و میتوانه همواره در حالت نقد باقی بمانه، در حالت تجربه باقی بمانه، در حالت گفتگو باقی بمانه، این زن مسئولیست.
مردی هم که در این حالت باقی میمانه مسئول نیست، اما به نسبت‌های مختلف انسان‌ها معتاد به قدرت هستند. این اعتیاد به قدرت هستش که لازم تجزیه تحلیل بشه و شناخته بشه. پس انسان‌ها اون چیزی رو که باید مورد هدف قرار بدیم قدرت. قدرت خوب و بد نداریم، قدرت صالح نداریم، قدرت این که میاد و فعلا یه کارایی رو میکنه تا ما پیشرفت بکنیم و بعد بیایم عمل بکنیم، این وجود نداره، وجود خارجی نداره. پس نکته مهمی رو که در همین رابطه با قربانی میخواستم مطرح کنم این هستش که زنان ما، شما خودتون به درستی گفتین ساکت نبودن، فعالیت شده. خب منم همین میخواستم بگم، درسته، به صرف نمیرسه. پس قربانی خود رو حس کردن صحیح نیست، اما در جاهایی نقش خود رو کمتر کردن یا بیشتر کردن رو لازمه روش فکر کنیم، اندازه ها رو پیدا کنیم، چون از خصوصیات حقوق اندازه پیدا کردنه. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از شما آقای رایی. خانم رحیمی صحبتی داریم؟ اگر نه که خانم محمودی رو بشنویم و بعد از اون سروده شما رو. خانم محمودی بفرمایید. خب من سلام مجدد دارم خدمت دوستان و من یک موردی میخواستم در خصوص نظر جناب رایی بگم و این بحثی که الان پیش اومد، بحث صحبتی که جناب رایی شما انجام میدین به خودی خودش هم قشنگه، هم زیباست و هم خوبه، ولی این رو ما میخوایم، تارگت ما چه کسانی هستن؟ اگر تارگت ما کنشگرای ما باشن، افرادی که فعال حقوق بشر هستن، افرادی که آگاه هستن و اصلا میدونن حق و حقوق خودشون چیه، این به نظر من این توی اینجا جا میگیره. یعنی من شراری کنشگر که دنبال حقوق زنان هستم، اینجا دیگه نباید بیام قربانی و از جنبه قربانی استفاده کنم برای اینکه بخوام به این حق برسم. برای یه چیزی که ما همیشه میگیم اول، یعنی توی بحث حقوق بشریمونم این رو خودمون بین خودمون مطرح میکنیم، میگیم در ابتدا باید آگاه کنیم افراد که بعد از اون اینها مطالبه گر بشن. ولی ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که سینه به سینه، نسل به نسل، به شکل کلیشه و حتی به شکل قوانین، به شکل عرف، به شکل سنت، یک مواردی و یک زندگی، یک زیستی زنان ما داشتن که اینها اصلا عادی، اصلا اونها حس نمی کنن که قربانی هن که بخوان بعدش تلاش بکنن برای اینکه خودشون رو نجات بدن. پس اینجا ما میتونیم حرف خانم ماهمنیر عزیز رو بگیم که اوکی، اینجا حق با شماست. یعنی این زنان در وهله اول باید آگاه بشن که این حق و حقوق رو دارن و حالا این آسیب رو دیدن و حالا اگر خودشون به تنهایی یا به کمک فرد دیگه‌ای خودشون رو بتونن نجات بدن و حالا برسن به شکل اون انسانی که شما گفتین در حالت عادی، که بحث آزادی هم زن و هم مرده، یعنی قدرت نیست، به اونجا برسن. اونجا اون صحبتی که شما میکنید برای همون مدینه فاضله و جامعه که آرمانیه، من فکر میکنم کاملا صحیح و درسته، ولی برای جامعه ایران الان احساس میکنم که ما بسیار باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه کارهای همینجور که جناب شایگان در مورد اون روستا یا اون محله هایی توی خوزستان گفتن که مثلا اینها میگن نکنه انقلاب ضد اسلام باشه، این نشون میده که ما چقدر باید کار فرهنگی کنیم، چقدر باید تولید محتوا کنیم، چقدر باید سعی کنیم موارد آموزشی داشته باشیم تا بتونیم این افراد جامعه و این بخش‌های که حالا کمتر در معرض آموزش و حالا حقوق و قانون و اینها بودن، اونها رو آگاه کنیم و کار رو پیش ببریم. بله، ممنون خانم محمودی عزیز. آقای رایی پوتا شما رو بشنویم تا خانم رحیمی تشریف بیارن. بله، خیلی ممنون. بله، درست میفرمایید خانم محمودی که جامعه به میزانی که در واقع احساس مسئولیت نمی کنه، مسئولیت خودش هم انجام نمیده. یعنی انسان از زمانی مسئول میشه که وجدان پیدا میکنه و موقعی که ما بر میزان توجه داشته باشیم، انسان دو تا طبیعت داره، یک طبیعت خودشه، یه طبیعت کاذب هم داره که عادت هاست. موقعی که عادت میکنیم اینجوری فکر بکنیم، موقعی که به دکسه های اجتماعی، یعنی به فکرهای عمومی
اعتقاد داریم در واقع خود رو از اندیشیدن یک مقدار محروم میکنیم و در واقع تنبلی فکری ایجاد میشه. این از خصوصیات مردم، حالا اکثریت مردم در یک جامعه استبدادی هست که مردم معتقدن این زندگی دیگه، ما داریم اینجوری زندگی میکنیم و این فکر هم هست و میخوای خواهنگ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این فکرها موجب میشه که به میزان زیاد از فکر خلاق، از گفتگوها فرار میکنیم. این صحبتهای قربانی رو که من الان گفتم صحبت فمینیست هاست در اروپا. خانم الیزابت بدنتر این مطلب رو مطرح میکنه، فمینیست های قبل و بعد از ایشون این رو مطرح میکنن. چرا؟ به این علت که توجه رو جلب کنن که به میزانی که عمل میکنیم اون مردانگی و اون قدرت عقب نشینی خواهد کرد. این گونه الان شما نگاه کنید، این جنبش مردم اومدن تو این جنبش، حالا هی هم همش میگن اعتراض، در صورتی که مقاومت، در صورتی که عقب نشینی وادار داره میکنه به رژیم و داره ریزش میکنه این رژیم. اگر نکنه به این علت که خیلی لطفاً جنبندی بفرمایید. بنابراین لطفاً جنبندی بگم که بله، بخوام اینو به شما بگم که در این جنبش به میزانی که عمل میکنیم مسائل حل میشه، به میزانی که راه حل یاب میشیم مسئله حل میشه، اما به میزانی که قهرمانگرا به باقی بمانیم این قهرمان است جلو میافتد، مشکل ما حل نخواهد شد. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما خانم رحیمی، بیشتر شما رو بفهمم. بله بله، من داشتم توی چت نوشتم که باید برم، کار بعدی رو دارم، واقعا بیشتر نمیتونستم بمونم، خوشحال میشدم بمونم دوستان رو بیشتر بشنوم، ولی به من گفته شده بود همین مقدار بلکه کمتر خواهم بود. عرض به حضورتون که نکته ای که بسیار من در کلاب هاست جاهای دیگه میبینم که بله، انقلاب شادی و شادزی بسیار نیکو، بسیار پسندیده و همه داریم برای همین کار، زن زندگی آزادی، زن یکی از چیزهایی که فوری به ذهنمون میاد شادی هست و زندگی هست و آزادی هست. اما متاسفم که بگم من مادر برام فرق نمی کنه که اگر بچم در تصادف از دست رفته باشه، در اثر سوء تغذیه از دست رفته باشه، تو جنگ از دست رفته باشه، اعدام شده باشه، و هر طوری من بچم رو از دست داده باشم، همچنان داغدار هستم. داغ داغه. چه در جنبش چنین زیبا و شاد و البته امیدوارم نتایج شاد باشه، وگرنه که درد کم نیست، چه دردی که تا کنون کشیده شده به اینجا و چه داغها که همکنون هم دادیم، خونها که همکنون هم ریخته شده. بنابراین دردها سر جای خودش هست. اگر که به محضی که بخوایم بگیم که این یک جنبش زندگیزایی نوزایی و برای زیستن زمینی و برای شادی هست، پس کسی حق نداره بروز بده حتی احساساتش رو، اونجا من معترض میشم، برای اینکه ما خرد هستیم و جان با هم، احساس هستیم و جان با هم. مگر میشونیم دو پاره کنیم بگیم نصفمون عقل نصفمون احساسه؟ چه کسی هست بگه فقط یکی از این دو پاره رو داره؟ دوتاش هرچه که هست در همین یگانه بدن، تن، روح، جان، هر اونچه که بگید، روان، جسم هستش. به همین خاطر به احترام احساس مادری و داغ دیدگی، چون سخت دلخور میشم اگر کسی لغت احساس رو، فیلینگ رو، ایموشن رو به سخره بگیره و دست کم بگیره، سخت دل شکسته میشم. پریروز، نه معذرت میخوام، همین دیروز اول صبح که مثل همیشه تا که بیدار میشیم گوشیمون نگاه میکنیم ببینیم دنیا چه خبر، زادگاهمون چه خبر، عکس سنگ گور نیکا اومد بالا. دیروز انقدر حالم بد بود که توی دو تا اتاق کلاب هاسی صحبت کردم، بغض نمیذاش ادامه بدم، اما امروز صبح نوشتمش. روی سنگ قبر چنین نوشته: به خون جگر زادمت، به مام وطن دادمت، فرزند پدر. اسم پدرش فقط اونجا هست، فقط همین، تمام. پس من حالا این یادداشت رو میخونم. به خون جگر زادمت، به مام وطن دادمت، فرزند پدر،
فرزند ولی. نام مادر اینجا هم زدوده شده، اسم همان کسی که به خون جگر زادهش، فردیت همان حرمتی که به مام وطن خواندنش، هویت همان مادری که بهشت را زیر پایش نهادند تا روی زمین سهمی از زندگی ندهندش حذف است. خطاب این حروف پدر داغ دیده نیکا و ژینا و مهسا و سارینا و امید و زکریا و دیگر فرزندان آن خاک نیست، که او و آن مردها نیست، خود زاده سیطره مردانگی هستند. خطاب من به سنگ تراش تاریخ عرف است و قاریان قوانین قرآنی. ملامت من روی درازای تسلط متسلب مرد سالاری است که کشیده شده تا جنبش زن زندگی آزادی. حتی آن سایه سنگین سهمگین سمی سیاه آنقدر کش آمده تا افتاده روی سنگ مزار نیکاها، حتی حک شده نقش بسته بر سنگ گور دختران از زنده به گور شده های تاریخ تا تازه ترین تازه به خون خفته های همین مبارزه هم حتی ثبت گشته. در شناسنامه ما بر سند و برگه موجودیت ما تنها نام خانوادگی پدر هست، از زندگی تا زیر خاک. آی ای جوانان ناکام من مادر، هشدار، هنوز هم روی تن نازک شماها سنگ ها می کنند و می کارند و می کوبند و به خط خوش خطاطی می کنند، فقط مرد. می نویسند بر سنگواره های قانون و فرهنگ که فرزندان جهان ما مردها از مادر زاده نشدند. دختر نوجوان قربانی خیزش زن زندگی آزادی نیکا حتی فقط فرزند عباس شاکرمی است. گویی آن فرزند را یک مرد زاییده، گویی آن فرزند فرزندان آن سرزمین ها از ازل مادر نداشتند، زن نداشتند، خواهر نداشتند، دختر نداشتند. چهره زن، اسم مادر حتی بر سنگ قدقن. تو گویی روی آن نیم کره فقط جنس مرد وجود دارد، نیمه دیگری جمعیت نیست. همچنان تا امروز و این جنبش حتی تا روی سنگ قبر نیکا نیمه ای از آدمیت نابود است. گرانی این سنگ سرد خاکستری بی جان بی روح روی قلب مادر داغدار نیکا چند از است؟ من شاهد قدر قدرتی پدر کهن، من مادر دوست، من شنوای ناله های بی صدای مامان، من ناظر گریه های بی عشق، من ناظر ننه نصرآبادی، من میراثبر مظلومیت بی بی یزدی، من متولد تهران هم، من سیلی خورده برادر، من کودک همسر، من متحمل 9 ماه بار بارداری، من درد زایمان چشیده، من دور از پاره جگر، من زیر مشت و لگد مرد غیور، من سربریده به پای شرع مقدس، من محروم از حضانت کودک، من مطلقه بدون اجازه طلاق، من بی اختیار حق حیات، من مقتول به داس ناموس پدر، من سنگ سار شده، من شلاق خورده شارع، من قصاص قبل از قتل شده، من شریک کار مزرعه، من بی بهره از باغ و سهم زمین، من بی ارث از ششدانگ شوهر، من نیم انگاشته در میراث پدر، من نصفه در دیه و داوری، من نامجاز قضاوت، من نارجل برای ریاست و سیاست، من نادیده نانوشته ناشنیده، منی که از کردستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان و خوزستان و تهران و تا برلن و آمستردام و تورنتو
منی که تا واشنگتن فریاد میزنم زن زندگی آزادی، حتی اکنون چه میدانم چه وزنی دارد کوه قصه و غم و انبوه اندوه و ماتم دل مادر نیکارا، من بی نام بر سنگ گور فرزند. حتی درود بر همه کسانی که فرد، قوم، جنس، از هر جای دنیا، به هر زبان، هر گروه، هر گرایش که زن زندگی آزادی رو فهمیده باشه، شنیده باشه، دیده باشه، درک کرده باشه، پیوسته باشه و از نامش هم غافل نباشه. مخلص هم هستم. من تأثیر قرار گرفتم خانم رحیمی، الان نمیتونم صحبت کنم واقعا. خانم محمود شما رو بشنم. من هم بسیار واقعا ممنونم. مرسی ماه منیر عزیز به خاطر قلمت و به خاطر این رنج زیستیه، یعنی این زیست شما بود که فکر میکنم اومد روی شد کلمه و اومد روی این کاغذ که همه ماها رو متاثر کرد. و چقدر زیبا گفتید ماه منیر عزیز. من خیلی شما رو شنیده بودم، خیلی خیلی خیلی، ولی دیگه واقعا یک چکیده نابی بود که مثل یک اثر هنری خلق کردید. هر آنچه که باید میگفتید رو اینجا گفتید. من به شخصه من هم مثل همه دوستانم تحت تاثیر قرار گرفتم و واقعا ممنونم از اینکه اومدید اینجا با ما بودین و هم منطقتون رو، هم استدلال هاتون رو و هم احساس قشنگتون رو با ما شیر کردید و این خیلی ارزشمنده و این برای خود من خیلی حس خوبی بود. من به شخصه از شما ممنونم. تجربه بسیار خوبی بود برای من این گفتگو و در جمع شما دوستان بودن و پر از یادگیری بود برام. مرسی. ممنونم خانم محبوبی عزیز. خانم رحیمی خیلی سپاسگزارم از حضورتون، از نوشته بسیار بسیار زیبایی که ارائه کردیم. واقعا هممون تحت تاثیر قرار گرفتیم. دوستان اشاره کردن اگر ممکنه این رو برامون ارسال کنید که ما تو مجله چاپ کنیم اگر مایل بودید البته. و اگر صحبت دارید در انتهای جلسه بفرمایید، اگر نه که من جمع‌بندی کنم و جلسه رو ببندم. خواهش خواهرانه من، منی که باور کنید این مسیر رو که نوشتم زیست است. ننه لیلا و بی بی رو بابه و مامان زیبه رو تا دختر من که تو هلند بزرگ شده، تمام این مسیر رو من زیستم، تمام تک تک اون تبعیضها رو من زیستم. خواهش خواهرانمون، خواهرانم ازتون اینه که از نام این جنبش هم غافل نشین. هر جو میخوایم بگیم این نارومی های ایران، خیزش ایران، جنبش ایران، انقلاب ایران، هر چی دوست دارین اسم اولش رو بذارین، ولی اسم فامیلی این نوزاد هست زن زندگی آزادی. خواهش میکنم هر جا میخواین ازش یاد کنین به نام خودش بنامیمش. من مخلص همتون هستم و حتما اینو من نوشته بودم که بذارم فیسبوکم. من توی ببینید من از هزار، یعنی به انگلیسیش بگم به میلادیش 2004 وبلاگ می نوشتم. از قبل خب برای من داستان نویسی هم مدرکش و یعنی تحصیلش هم دارم، علاوه بر اینکه زبان ادبیات فرانسه خونده بودم در ایران، کامیکیشن خوندم در سوربن و امریکا ساینس و لا خوندم. اما عشقم، علاقم نگارش ناداستانه. ناداستان چیه؟ ناداستان همین هست که شما به روایت زبون قصه یا همون داستانهای مادرانه، اما توش نکته اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، حقوقی اینها داره. روایی داستان قصه است اما برآمده از
به شکل دیگری از خاطر نگاریه، شکل دیگری از گزارش. ببینید ستوری توی انگلیسی هم به معنای قصه است، هم به معنای گزارشه. منی که روزنامه نگار هستم و ضمناً نویسنده زندگی هستم، من زندگی نامه نویس هستم، همه اینا در ستوری رایدینگ من میاد. و ستوری رایدینگ یا نان فیکشن توی فارسی فقط من ناداستان رو پیدا کردم. وبلاگ نویسی ها بعضی هاش جستارن که مقاله علمی نیست، اون تعریف خودشو داره، مقاله علمی کتاب تعریف خودشو داره، جستار هم تعریف خودشو داره. اما من ناداستان نویسم، یعنی من داستان هایی می نویسم که زندگی هستن، زاده تخیل من نیست، زیسته هست، صرفا از خیال من برنخواسته، از زمین برخواسته. و بنابراین بروی چشم من دارم، من یک جلد دارم به نام من و زن، یک جلد دارم به نام من و مرد، و الان تصمیم گرفتم هر دو رو اسمشو بذارم زن زندگی آزادی، دوتاش با هم یک دو جلدیست بروی چشم. تقدیمتون میدارم. میخواستم بگم که فیسبوک و وبلاگم و اینها همه پر از همین نوشته ها که هر گوشه ای از زخم یک جگری، اینها تازه مشتی از خرواره، مشتی از خرواره، باور کنید. پای درد دل زنها تک تک بشینیم. لااقل من نرفتم آب از چشم بیارم تمساح دستم و گاز بگیره مثل اون دختر بلوچستانی. من خیلی چیزها نکشیدم که اونها کشیدن، اما همه اینها رو کشیدم. در پیکره ما تکه تکه زخم زخمه، مثل چلتکه های مادر بزرگا، یادتونه از هر پارچه‌ای که جا میموند، از هر لباسی تو دوخت و دوز از اینها یک چلتکه میدوختن. از همونم هم هنر بود، هم زیبایی بود، هم برای گرمایششون برای هر چی استفاده میکردن. پیکره ما زنان همون چلتکه هاست، رنگا رنگ، جنس های مختلف، شکل های مختلف، شیپ های مختلف، اما همه یک پیکریم پر از زخم. بعد وقت به ما، اگه به ما بگن که شما قربانیان خودتون دوباره باید بلنشین، جنبش رو را بندازین، پیش ببرین، کشته بشین، همه این هزینه ها رو بدین، جلودار باشین، رومین برین، کتک ها رو بخورین، علاوه بر همه اون تاریخ ها، علاوه بر همه اونا، تازه الان هم باید خودتون برین جلو. آفرین، کاوه ما زنه، یعنی باز مسئولیت شماست، باز شما برین جلو، در راهو باز کنید، شما برین جلو، یخا رو بشکنید، شما برین جاده رو صاف بکنید. از کجا تضمین میکنید اگر اسمش رو از قلم بندازید که فردا نیاد کرسی های قدرت رو دوباره بگیرید؟ میخواید با من فوکویی بحث کنید؟ بریم، هستم تا آخرش، هستم. میخواییم با هم بحث قدرت کنید؟ یا بگیم قربانی ها احساس قربانی نکنن؟ من هستم. از هر زاویه بخواییم بحث بکنیم میکنم، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، حقوقی، ادبیاتی، کدوم بخششو بخواییم بریم بحث بکنیم؟ فلسفیش، زیستش، تجربیش، حسیش. 27 سال من از تک فرزندم دورم، بابت همون شهرم. من همچنان احساس مسئولیت بکنم، چه کار باید میکردم که دیگه نکردم؟ دیگه چه کاری از دستم برمی اومده؟ 3 قاره مختلف دنیا به 3 زبان مختلف دنیا دانشگاه رفتم، کار کردم، زندگی کردم. قربانی 2 شوهر بودم، قربانی 2 برادر بودم، قربانی پدر به معنای فرهنگش بودم. دیگه چه کار کنم؟ چه کار دیگه میتونم بکنم؟ میدونی الان 3 ساله که کار ندارم برادر عزیزم؟ به خاطر که چند تا مرد دیگه توی همون رسانه هایی که بر کرسی های ممر درآمد من چنبره زدن و نگذاشتن سهم من به دست من برسه. من سیتیزن امریکا، من سینگل مادر، همین هایی که حتی از جنبش زن زندگی آزادی صحبت میکنن، از حق، از برابری، از برادری، از زندگی، از حقوق، از آزادی، از دموکراسی. بیایم شعار ندیم، بیایم کمی هم عمل کنیم، از بغل دستمون، یک وجبی خودمون، فرزندانمون، زن و بچه‌مون، ببینیم چقدر در موردشون اخلاق جنتل رو رعایت میکنیم. جنتل، ژانتی فرانسه، یعنی مهربان باشیم.
با نیش و زخم و کنایه و به گردن این اون انداختن درد دوا نمیشه. از خودمون شروع کنیم. خیلی معذرت میخوام، درد دلم گرفت. مخلصتونم آقای شایگان عزیز محترم، برادرای قشنگ دیگم، خیلی متشکرم از بودن کنارتون، حظ بردم. ما از شما ممنونیم. بنده خودم شخصا بسیار لذت بردم، استفاده کردم از صحبتاتون، دیدگاهاتون. دوستان جلسه تقریبا به انتها رسیده، ولی خب دو سه دقیقه آقای خانم محمودی و دو سه دقیقه هم آقای رایی رو بشنویم و جلسه پایان میده. من خیلی کمتر از دو سه دقیقه فقط میخواستم بگم ما هنیر عزیز، اگر لطف کنی و همینجوری که برای ما اینقدر با احساس موندی، علاوه بر متن وایسش رو هم حالا یا برای من یا برای همکارام بفرستی که ما توی رادیو بشریت هم این رو فکر میکنم خیلی خودم دوست دارم که ما این رو توی رادیو بشریت نوشته شما رو داشته باشیم. این خیلی خوبه، با صدای خودتون، با لحن خودتون، با حرفای خودتون. ممنون میشم. این شرر من 27 سال 28 سال جلوی دوربین و جلوی میکروفون حرف زدم، از حق زن گفتم، از حق بشر گفتم، کار کردم، نوشتم، خوندم، زیستم، کار کردم. بعد من ژورنالیست وقتی با یکی مصاحبه میکنن میان یک عمر ملامت میکنن که چرا با فلانی مصاحبه کردی، مصاحبه کننده رو تمام عمرش رو به یک چکه تقلیل میدن. داریم راجب چی صحبت میکنیم؟ بیام یک ذره چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. به روی چشم، اونم میخونم میفرستم، ولی این همه که خوندم، این همه که جلوی دوربین و میکروفون خوندم و گفتم، کجا به کار اومد؟ گرچه خوشحالم الان همه اینها جمع شده، نه من یه قطره توی این اقیانوس جمع شده جنبش زن زندگی آزادی. برادرانم از شما خیلی میخوام که مواظب باشید این پرچم رو زمین نیافته. خانم رحیمی عزیز، یک مسئله قدیمی است که میگه قطره قطره شود سیلی، اندک اندک شود خیلی. همین جزئیات و ریزها بوده که امروز به اینجا رسیده، امیدواریم که زودتر به نتیجه برسه. آقای رایی عزیز، شما هم دو سه دقیقه بشنویم و پایان جلسه. بله، خیلی ممنون. در این جنبش زن زندگی آزادی همه مسئول هستیم، اما اگر لازم باشه که بسنجیم که کی بیشتر مسئولیت داره، اونهایی که بیشتر ظلم کردن بیشتر هم مسئولیت دارن. حق جبران برای همه هست و بنابراین در این جنبش اونایی که ظلم کردن بالاترین مسئولیت رو دارن. قربانی ها هم مسئولیت خودشون رو در حد پایین تر دارن. مردها در مجموع در این جنبش بیشتر از زن ها مسئولیت دارن، اما این مسئولیت جمعی با هم دیگه در میزان تمام حقوق، از جمله حق جبران، حق پایین آوردن میزان خشونت، حق در نظر گرفتن، حق رو به حقدار دادن به وجود میاد. پس لازمه توجه بکنیم که یک جنبشی مثل جنبش فعلی یک مبارزه تمام عیار در همه زمین‌ها هست، از جمله در نهاد قدرت خود، در نهاد به قدرت آلوده شده خود. این نهاد برای اینکه از حالت قدرت خودش بیرون بیاد لازمه که به تمام حقوق به عنوان یک سیستم توجه کنه. یه جامعه که میخواد از حقوق بیرون بیاد لازمه به تمام حقوق توجه بکنه و از تجربیات ملت‌های دیگه درس بگیره. ملت‌های دیگر راهی رو رفتن که ما میتوانیم با اونها، با نگاه کردن به اونها، از جمله جنبش رنسانس در اروپا راهی رو پیش بگیریم. در این مسئولیت شناسی مذهبی ها بیشتر از غیر مذهبی ها نقش دارن. در ترمیم دین موقعی که میگوید حجاب، لازم است یک مذهبی بگوید حجاب در اسلام اجباری نیست. موقعی که میگوید کتک زدن صحیحست، لازم است که یک مذهبی پاشه و بگوید در قرآن فقط خود تنبیهی وجود داره،
هیچ تنبیه وجود نداره و همینطور در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مسئولیت همه است، در همه زمینه‌ها هست با مسئولیت‌های پایین، ولی مسئولیت هیچکی صفر نیست. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رایی. آقای شفای، شما را می‌شنویم، بفرمایید لطفا. من خواستم خسته نباشید بگم، میخواستم خواهش کنم از دوستان، این جلساتی که ما برگزار میکنیم جلساتی نیست که همدیگر رو به خودم به دیگری اثبات کنیم. ما فقط بحث و گفتگو داریم، تبادل نظر داریم. تبادل نظر قصدمون اینه که ما یه مطلبی رو عنوان کنیم، یه کسی هم یه جوابی بده، تموم شد. یعنی ما حرفامون رو به همدیگه منتقل میکنیم. هیچ دلیلی بر پذیرش حرفهای بنده برای شماها نیست، حرفهای شما هم برای بنده نیست. من حرفی رو میزنم، صحبتی میکنم، یه بار حد اکثر دو بار استدلال، دیگه ادامه بحث از نظر رئیس جلسه باید قطع بشه. و اینی که بگیم که باید مطلقا وجود نداره، اینو یادمون باشه برای جلسات آتی. و من گاهی در جلسات میبینم بعضی ها میخوان حتما حرف خودشون رو اثبات کنن. خواهش میکنم دنبال اثبات نرید، و اگر مطلبی رو هم ادا میکنید میلتونه میخواید بگید، فقط صحبتتون میکنید، بعد دیگه اون بس تموم شده است. در واقع به این صورت خواهد بود. من خواهش میکنم، چون دیدم یه لحظه جلسه رسید به یه جایی که یه خانم رحیمی نیستم متاسفانه، من قصدم بیشتر با ایشون بود که مطرح کنم که نه من حاضرم بحث کنم، ما هم آمادیم، نه برای بحث و جدل کردن، برای صحبت کردن. من خواهش میکنم دوستانی که ایشون رو دعوت کردن بار دیگه هم دعوت کنن بیان. من که لذت بردم از صحبتاشون، ولی یه جاهایی هم گاهی برام ثقیل بود که مثلا چرا بایستی یه همچین لحنی صحبت بشه. به هر حال حق همه است، ما هممون میدونیم، هممون هم برای این قضیه داریم تلاش میکنیم. بحث زن، زندگی، آزادی رو همه درگیریم باش، همه داریم به نوعی. خود ما الان عملا 30 تا 25 تا جلسه برگزار کردیم و این کار کوچیکی نیست و اصلا کاری به تظاهرات و حرکت‌های دیگه و اطلاعیه و و و و و و یه فقط همین جلسات ویژه رو فقط میخوام بگم که همین خود شما جمع شدید، صحبت کردید، کار کردیم، کلی هم روش کردیم، حالا اینا بره تو اینترنت و پخش بشه، کلی اطلاعات عمومی برای جامعه ایجاد کردیم. اینه که ولی من خواهش میکنم کسانی که مسئول جلسه میشن اینو حتما رعایت کنن، هم زمانو گوش زد کنن، هیچ رو درواسی نکنیم چون دیگران خسته میشن، هم راجع به این که اگر دیدید یه بحثی دو طرفه داره میشه بلافاصله باید بسته بشه، بگیم هر دو شنیدیم، خیلی ممنون، حالا بحث بعدی. مرسی، روزه منم گوش کردید. ممنون آقای شفای عزیز. امروز جلسه بسیار خوبی بود. از نمایندگی جنوب آلمان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، که موضوع جلسه حق اعتراض و شعار زن، زندگی، آزادی بود که دوستان و میهمان جلسه در این باره صحبت کردن، بحث و تبادل نظر شد. حالا یک جایش هم البته به قول آقای شفایی یکم به بیراه رفت، ولی خب در مجموع به نظرم جلسه خیلی خوبی بود. من تشکر میکنم از همکاران عزیزم که من در این جلسه همراهی کردن، منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی، ضبط صدا و ادمین ها آقایان اسفندیار سنگری و سینا اشجعی و همطور خانم آیلار اسماعیلی. بنده هم رضا شایگان به عنوان مسئول جلسه در خدمت شما بودم و در همین لحظه و ساعت 26 دقیقه عصر به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. از همگی ممنون.